اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ایام الله مبارک فجر رو. امیدوارم که این انقلاب مکول و متصل بشه به انقلاب جهانی حضرت صاحب الزمان، که جز این هدفی نداشته. و اگر جز این هدفی داشته باشه، این انقلاب جز این هدفی داشته باشه، در اشتباه محضیم. حالا یه حال، چون قصدمون بر اینه که حتما جلسه پرسش پاسخ هم بذاریم و دوستان و شبهه در ذهن مبارکشون نباشه و بخوان اینجا برن، مجموع بحث رو سریع‌تر شروع کنیم. موضوعی که در خدمت شما هستیم با عنوان فرق زاله و مدعیان و دروغین، بحث مهمیه. متاسفانه غالبا دامنگیر خانم ها هست عموما. حالا به سبب احساسات پاکی که خانم ها دارن، بیشتر در دام این افراد شیاد میافتن. سعیم بر این بوده که این مطالب مستند باشه، یعنی بابت هر کدوم فیلم و عکسی پخش بشه برای شما. تا ببینیم حالا انشالله چی میشه. نیاز بشر به پرستش یک نیاز حقیقیه، فطریه. امروز کسایی که نگاه سکولاریستی دارن به دنیا، بازم نمیتونن همچین چیزی رو نفی بکنن. اصلا میخواد، دست خودش نیستش. خدا بهش معرفی نکنه میره بت میپرسته، معرفی نکنه میاد خودشو میپرسته. یه چیزی باید با یه چیزی ارتباط معنوی برقرار کنه. اگر تشنگی هست در وجود انسان، آب هم هست. یعنی بابت هر نیاز یک پاسخی داده شده. بعضی ها گفتن اصلا بشر خدا رو ساخت به خاطر اینکه نیاز داشت بشه، خدا وجود خارجی نداره. آتئیستا و ماتریالیستا میگن، ماتریالیستا یعنی کسایی که مادیگران، آتئیستا یعنی کسایی که اصلا ضد خدان. میگن بشر خدا رو خواست چون نیاز داشت به وجودش، چون با تمام وجود بشر چیزی که نیاز داشته باشه میسازه. الان شما توی خونتون هیچ وقت نمیاد مثلا هلیکوپتر بسازید، نیازی ندارید. اما یک نیروی نظامی به این احتیاج پیدا میکنه، میسازه، درسته؟ انسان بر مبنای نیازش اصلا پیش میره، فقط کافیه. من همیشه اعتقاد دارم، در مورد اینم بحث کردیم تو سخنرانی که برنامه‌ای که در داخل اون سوله بود، در داخل شهرک محلاتی، اونجا من عرض کردم شما اگه بتونید نیازهای انسان‌ها رو کنترل بکنید، انسان‌ها رو کنترل کردید. فقط کافیه سطح نیازهای اینا رو اونطور که شما می‌خواید مدیریت بکنید. اینا برده‌های شما هستن. انسانی که نیازش سوق داده بشه به سمت مصرف‌گرایی، این نمیتونه دیگه جلو خودشو بگیره. شرطی میشه این، اصلا این فقط باید بخره و تو اون حوزه‌ای که شما بهش یاد دادی، گوشی جدید، ماشین جدید، خونه عوض بکنه، دکوراسیون عوض بکنه، رنگ مبلمانشو با رنگ سال ست بکنه. این نیاز در شما. بعضی هستن با خودشون میگن با من واقعا موندم. این مثلا سواری ماشینی میشی، میبینی مثلا ماشین آنچنانی، حالا اسم نبریم، کنار رد میشه، برمیگرد نگاه میکنه، طرف میگه که ای خدا میشد من یکی از اینا داشته باشم. ته دل یه جوری آه میزنه که اصلا آدم دلش کباب میشه. بعد شما برمیگرد با خود میگه آخه این دنبال چیه؟ به من اون ماشین که سهله، هزار تا از اونا. میگه من نیازم، چون شما نیازهاتون با هم فرق میکنه، به خاطر هم فعالیتاتون، یعنی مسیر رسیدن به نیازها با هم متفاوت میشه. اصلا دو تا آدم متفاوت میشه. نیاز به امام زمان، امام زمان میکشه میاره پایین. کسی که نیازش تو چیز دیگه تعریف شده باشه، امام زمان میخواد چیکار؟ خب توی همچین شرایطی نیاز به حقیقت جویی هست، نیاز به پرستش هست، این چیز نهادینه شده است. اصلا فرقی هم نداره طرف مسلمان باشه، کافر باشه، هر کدوم از این ایستایی که ما گفتیم باشه، در این شکی نداره که انسان به ذات نیاز داره با یک نیروی مابعد و طبیعی ارتباط برقرار کنه. و جالب اینجاست، این تو این ارتباط دوست داره همیشه عبد باشه، دوست نداره کری بخونه. متوجه این؟ یه موقع انسان تو تمام موارد دوست داره بالاییه باشه. همه شما تو مدرسه دوست شاگرد اول بشی، تو دانشگاه دوست داری، توی اداره دوست داری بشی رئیس دانشگاه، برید رئیس ادارتون بشید. حالا زیرا به کسی نزنید انشالله، اما دوست دارید، چون دوست دارید. بعضی موقع به این سمت کثیف هم کشیده میشه انسان، یعنی برای رسیدن به اون میلش. اما تنها جایی که انسان دوست داره زیر دست باشه همینجاست. این خیلی عجیبه، اصلا با فطرت انسان سازگار نه. نیچه میگه انسان به ذات دنبال قوی تر شدنه. انسان به ذات دنبال قوی تر، تنها جایی که دوست داره زیر دست باشه همین جای. اصلا عجیبه. این مسئله مد نظر صهیونیستا بوده و از این به نحو احسن استفاده کردن. یکی از روش هایی که میشه خیلی خوب جامعه رو از هم پاشوند، روشیست که یهودی ها چون از این مسئله ضربه خوردن، خوب نتیجه گرفتن که میشه از طریق این به کسان دیگه ضربه زد.
زمانی که اینها وارد ارض موعود میشن خیلی جالبه، حضرت موسی عصاشو میزنه به سنگ، 12 تا چشمه جاری میشه. چرا 12 تا؟ چرا یه چشمه نه؟ چون دعواشون میشد با هم دیگه. در تورات اومده 12 تا راه آب درست کرد، از وسط دریا که میخواستن رد بشن 12 تا راه آب درست کرد. یعنی اینا تو اون هیروبیری که شما فکر بکنید فرعونی دنبالش داره میاد، اگر یه نفر از سبت دیگه پاشو میذاشت تو سبت اینا، جنگ و دعوا بود. وسط دریا شکافته شده، فرعون دنبالش، اونا رو فراموش میکردن، با هم دیگه میجنگیدن. یعنی اینقدر اوضاعشون بیریخ بود. خودشون میدونن عامل این که اینا نتونستن هیچگاه پاشون رو به ارض موعود بذارن چی بود؟ همین تفرق بود. به همین خاطر خوب فهمیدن برای رسیدن به کامیابی‌های دنیویشون باید تفرقه رو بذارن کنار، متحد باشن، اتحاد داشته باشن، وحدت داشته باشن. و کشوری هم اگه می‌خوای بزنی زمین، دینی رو می‌خوای بزنیش زمین، تفرقه بنداز. و کماکان شما می‌دونید که این مسئله اصلا تبدیل میشه به یکی از اصول مدیریتی انگلیسی‌ها. تفرقه بنداز، حکومت کن. این تفرقه میتونه تفرقه قومیتی باشه، ملیتی باشه، نژادی باشه، اما از همه مهمتر تفرقه و پلورالیزم دینیه. پلورالیزم یعنی تکه تکه کردن، شاخه شاخه کردن، ریز ریز کردن. ببینید مثلا شما یک اسلام داشتی، تبدیل میشه به شیعه سنی. اهل سنت 4 شقه، مالکی، حنفی، شافعی و بگیدون که چی بود، حنبلی. باز اونها باز چیز دارن، شاخه مختلفه. اینجا مثلا اسماعیلیه، زیدیه، اثناعشری و غیره. خب باز اینا شاخه شاخه میشن فلان. یکی از فرقای منشعب از تشیع بهاییته. شما حساب کار دستتون بده. در اینکه بهاییت هم انگلیسی وجود شکی نداره. نتیجه چی میشه؟ یک موقع مرجع واحد فرمان میده برای یک امت، خب خیلی خطرناک. الان دیگه چی؟ یک مرجع که میخواد فرمان بده میگه شرمندتم، اصلا اهل سنتم، اصلا من مرجع شیعی رو قبول ندارم. من مفتی خودم. حالا مفتی چه، شافعی یا حنبلی؟ نتیجه این میشه که شما میبینی بیشترین تفرقه در جهان اسلام هست. به سادگی داره پیش میبره کارشو. مثل همین الان شما نگاه کن، ما دو تا گرایش خیلی دیگه سردمدار و داعیه دار تو جهان اسلام داریم، یکی گرایش تشیع، یکی گرایش وهابیت. وهابیت نه خود اهل سنت چندان مثل اینها احساس ام القرایی نمیکنه، ادعا نده. اینا میگن ما دنیا ما اسلام، یعنی اسلام ما. شما نگاه کن از زمین تا آسمون دو تا با هم فرق میکنن. حالا جالبه اون وهابی شیعه گیرش بده با تیکه تیکه کنه تا بره بهشت. تحریف شده دینش. این شیعه هم کینه داره. گنبد امامش آورده پایین. هر جا رسیده شیعیان رو کشته. هرچند به خاطر احترام به مراجعش تا الان سکوت کرده، اما اگه پاش بیفته اینم از کیان خودش حفاظت خواهد کرد. خب از این بهتر؟ مسلمان داره مسلمان میکشه، شما بهش نگاه کن دیگه. این چه قشنگ میتونه این کار بکنه. میاد ریز میشه توی بحث پرستش خدا. اینا اومدن این مسائل رو داره. یعنی دین‌های مختلف ساختن کار نه، توی ادیان فرقای مختلف ساختن. اما یه نکته جالب ما متوجه شدیم، الان توی ایران 104 تا فرقه داریم. توی ایران همین الان ما 104 تا فرقه داریم. آمارم تازه مال 2 ماه پیش، الان بیشتر شده قطعا. مثلا میشه گفت مثلا 100 چه میدونم 6 108 یا 110 تا. یعنی ببین تو 2 ماه انقدر زیاد شده، شما میتونید حدس بزنید یعنی چه روند سعودی داره. که اینا هر کدوم ساز خودشونو میزنن. جالبه در این کثرت فراوان اینا با هم مو نمیزنن تو چند تا اصول. خیلی جالبه ها. تو این کثرت فراوان تو چند تا اصول با هم. یعنی با اینکه دینا دارن تکه تکه میشن، تو یه بعضی از مسائل دارن چی میشن؟ به وحدت میرسن. خیلی هنر میخواد مدیریت این مسئله. یعنی شما بیای یک جامعه رو تیکه تیکه بکنی، در این حالی که داری اینو تیکه پاره میکنی یک فرمولی هم بذاری که اینا رو به شکل دیگه‌ای به هم دیگه بچسبونی. خیلی واقعا هنر مدیریتی تشکیلاتی میخواد که یهود تمام قد از این هنر بهره منده. چون معلمش کی بوده؟ پیامبر الهی، یک معصوم بوده. تو جلسه ساعت 6 من اینو توضیح خواهم داد، عبرت های بنی اسرائیل در مورد ظهور. خدمت شما عرض کنم چون 15 حالا بگم، چون قطعا این جمعیت اونجا نخواهند بود، چون آقایان هم خواهند اومد دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه 15 سال حضرت موسی به اینا کار تشکیلاتی یاد داد. 15 سال منتها اینا به جایی که در مسیر حق استفاده کنن در مسیر باطل استفاده کنن. خوب بلده، حرفه این کار. این موارد چیه؟ خوب گوش بکنید، خیلی مهم. یکی اعتقاد به تناسخه. اینا من گفتم تو بعضی از جلسات، چون اینجا ویژه این بحثه، من به خدمت شما ویژه بحث بکنم. اعتقاد به این که یک موجود بعد از مرگش روحش به عالم برزخ نمیره، چون اگر عالم برزخ اینا بپذ، از یه طرفی با موجودات غیر ارگانیک ارتباط دارن، جن رو قبول داره، روح رو قبول داره، از اون طرف اگه معاد رو قبول کنه که زیرابش خورده، بعد بهشت و جهنم، جزا، گناه، اینا رو
قبول بکنه، از اون طرف میخواد گناه بکنه تو این دنیا، میگه عیبی نداره. بعد از مرگ شما روح شما در قالب جسم دیگه مثلا بر میگرده، میاد تو جسم دیگه. اگه آدم بدی باشی در جسم معلول شما حلول میکنی، اگر خیلی بد باشی حیوان، اگر دیگه خیلی خیلی بد باشی گیاه، اگه دیگه واقعا دیگه چی بگم اسمشو نداریم، میشه تبدیل میشه به اشیا. به خاطر این بت پرستی صرف پرستش اون سنگ نبود، اینها جنهای حلول کرده در اون سنگ ها و روح حلول کرده در اون سنگ ها رو میپرستن. حیواناتی نماد تناسخ میشن، مثل مار به خاطر پوست اندازیش بعد از مرگش انگار دوباره زنده میشه، مثل گربه. تو بین مصری ها گربه ها اینجور گربه هایی داشت که دمای بلندی داشتن، بعد این گربه دیدید بازی میکنه یه نخی گیر میاره فلان، بعضی موقع این گربه دم خودش بازی میکرد، اینجوری که میدوید این دمش هم میدوید دیگه پشت سرش، این دمال دم خودش میدوید، انقدر میچرخ، دیدید اصلا این صحنه رو خیلیاتون، انقدر میچرخه که گیج میشه این گربه. این تناسخ یعنی چرخه، یعنی بازگشت. این تناسخ رو در خدای خورشید میدید، میره صبح طلوع میکنه دوباره غروب میکنه، صبح طلوع غروب دوباره طلوع. این باعث شد به این مساله اعتقاد پیدا کنه. مثلا سوسک اسکریپ یا سوسک ساکرب اینا بهش اعتقاد داشتن، نماد تناسخ بود. این سوسک سرگین غلطان که قلش میده، مثلا یه فضولات یه گوسفند رو پیدا میکنه، قل میده قل میده با خودش میبره، همین چرخه و چرخش نماد تناسخ بود. یکی دیگه هم میگفتش مثلا ما مثلا یارو چشمم ننه باباش قبر کرده بود، از کنارش میزه یه سوسکی زده بیرون، میگفت روح پدرم در قالب این سوسک حلول کرده، بعد سوس براش مقدس میشد. یه سری خزعبلاتی. بعد شما سوال میپرسی، برای اینه که چرت و پرت سرینو به بنبست میرسن. سوال میپرسی آقا بگو ببینم اون موجودی که تازه الان به دنیا میاد اون روح داره برای خودش یا نه؟ باید داشته باشه دیگه. اگه بگه نداشته باشه شما میگی جمعیت زمین داره زیاد میشه، ما با کمبود روح مواجه میشیم. درسته؟ 1 میلیارد شده 6 میلیارد. 1 میلیارد روح تو 1 میلیارد بدن، 5 میلیارد دیگه روح ندارن؟ نمیتونه. میگه پس اون خودش روح داره. و یه روح که خودش داره، یه روح هم اینجی چه روح تو روحی بشه آقا، کی میخواد ماجرا بیا جمعش بکنه؟ بعد تازه این روحه یه گناهی کرده در کالبد انسان معلول آمده، اون روح جدید چه گناهی کرده بوده؟ میبینی سریع پارادوکس میرسی، سه هنگ هنگ میکنه طرف، نمیتونن جواب بدن. این دوستی در کرج یه خواهری اعتقاد داشت به تناسخ، کتابا اینا رو خونده بود، وقتی اومد من با همین دو تا سوالیم بنده خود اصلا آچمز شد، به قولی که شطرنج بازی میکنه اینا میشه چیکار کنه؟ جواب نداره، اینقدر مزخرفه. به خاطر همین شما مثلا این پرستش خدای درخت، نمیدونم بت‌ها، ستاره، ما، همه اینا نمادی شد برای حلول آن روح بعد از مرگ. حرفای دیگه. خب بگذاریم از این. همه تناسخ همین نیستا. منم اینجا نمیدونم تناسخ بگه. یک موضوع این بود. شما در عموم قالب این عرفان‌ها و دین‌های نوذر تناسخ هستش. مثلا تو فارسیوان یه سریالی می‌سازه، یه پیرمردی میمیره، یک روح او در کالبد مرد جوانی که موهای بلندی داره دوباره حلول میکنه برمیگرده. خب این دقیقاً آموزش تناسخ به فرزندان شماست. و چقدر ماجرا جذاب میشه. دست خطش مثل اون مرده است. ما ندیدیم اینا رو، برامو تعریف کردن. خدمت شما عرض بکنم که در کالبد اون جدی عرض میکنم. من چون وقت نمیکنم تلویزیون ببینم، یک مؤسسه هستش که هم برنامه ماهواره‌ای رو توی دی وی دی برام میفرسته، هم برنامه تلویزیون خودمون رو. ببین اوضاع ما چقدر بیریخته، تلویزیون خودمون هم وقت نمی‌کنیم ببین. بعد مثلا خیلی آنالیز این آسونه، چرا داره همچین کاری میکنه؟ چون ماجراش جذاب جالبه، برش میگه آ چقدر جالبه ها. مثلا الان من مادرم فوت شده، روحش کجاست؟ در کالبد چه کسیه؟ من میتونم مادرمو دوباره به دست بیارم. ببین یک میلی به شما میگه خوشت میاد. او از هنر استفاده میکنه برای این. مسئله دیگه اینه که این دین‌ها عموماً دین‌های پاستوریزه هموجنیزن، هیچ سلبیاتی ندارن، همه چی خوبه. من چقدر خوشحالم ها. خدمت شما عرض کنم یه دین کاملاً به قولی ما گوگوری مگوری دیگه، پاستوریزه هموجنیزه درست کردن میدم تحویل مردم میدن. ما هر از رنگ‌های از این تیکه‌ها می‌ندازیم، می‌خوام ببینیم کی چی کار است و اینا، شناسایی می‌کنیم. خدمت شما عرض بکنم که خب دینی که جاذبه داره دافع نداشته باشه دو قرون نمیارزه، دو قرون نمی میگه همه چی خوبه. مگه میشه بابا؟ این داره میگه شب، این میگه روز، میگه هر دوتون راست میگه. بابا توی خوابگاهیم، این میگه من میخوام مطالعه کنم، یکی میخوام نوار گوش کنم، یکی میگه میخوام بی صاحب لامپو خاموشش کنم. نه همتون راست میگه. یعنی چی هممون راست میگه؟ الان باید یکی اینجا حرفش حق دیگه، یا کار نم یکی باید بالاخره اجرا بشه. نمیشه که این قانون چیه؟ یه قانون بذار. شنبه ها ترانه گوش کنین، آهنگ گوش کنین، یک شنبه ها بخوابین، مثلا دو شنبه ها چه؟ خب همین دینه.
دافعه داره. برای کی؟ برای اون کسی که دوشنبه میخواد آهنگوش کنه، چون تایمش نیست. متوجه شدین؟ ببین چه قشنگ و همین سادگی اصلا شما میرسی بین. اما میگه نه، شروع کردن فاتحه تمام ادیان خوندن، چون کابالا عرفان یهود به اعتقاد داشت، چون شیاطین اینو میخوان. دافع است که باعث جلوگیری از گناه میشه. شما اگه بدونی بابت کشتن یک انسان کشته میشی، دست بسلحه میبری؟ اما اگه بدونی مثل امریکا بکشی 15 سال میفتی زندان، یکم فکر میکنی بستگی داره چقدر کینه داشته بی. حساب سنگ چوتکه میندازی، خب نه میصرفه، میکشم و حبست هم میکشم. اما بدونی بکشی کشته میشی، عمرن نری، پا پیش نذاری. آقا بدونی مست بکنی تو چهار دیواری خودتی ها، به هیچ کی ربطی نداره. چهار دیواری اختیاری، به هیچ احد و ناسی ربط نداره. اما اومدی بیرون عربده کشیدی، میگیره پدرتو میره جلو چشه. اسلام جایی که شما بخوای حقوق بقیه انسان‌ها رو ضایع کنی محکم وای میسته. اما به تک تک انسان‌ها اسلام احترام که گذاشته هیچ دینی نگذاشته، به خدا قسم. اوج عبودیت انسان از نماز بیشتر. میگه نماز یه نخ دکمت قصبی باشه بذار در کوزه آب بشه بخور، نمیخوام بخور تو سرت. چاه ویل رو نمیدونم براتون بحث کردم. چاه ویل یه جای خاصیه که دیگه اون ویژه اون اراز لوباش جهنمه دیگه، اون ته عذابه دیگه. اینجوری شما در نظبی کیا همونه که تو قرآن بهش میگه فویلون للمسلین الذین هم فی صلاتهم ساعون الذین هم یراعون و یمنعون الماعون. وای بر اون کسایی که نمازو سبک میشمارن، نمیخونن که نه، با تاون چاهه احتمالی چاهکیه، نمیخونن مال اوناست. سبک بشماری اینه، چون هدف از خلقتت عبادته. سبک بشماری این روک بهتون بگم، بی نماز بهش رو فراموش کن. های دریوری ها که نمیدونم میبخشنه تو شفاعت و اینا، برای بی نماز اصلا و ابدا وجود نداره، فراموش کنید تمام. بریم بعدی. جالب، بعضی از این ویله ها خیلی برای زانی ها ویل نیورده خدا، برای کسی که زنا میکنه ویل نیورده، اما برای دروغگو آورده. چقدر این دین های کلاس به خدا. برای کی؟ برای گرون فروش آورده، برای کم فروش ویل آورده. فویلون لیل متففین. کم فروشی کنی حوزه اقتصادی مردم بخواد دست بذاره، خدا خیرتو میگیره. خیلی زیبا داره بحث میکنه قرآن ها، خیلی جالبه. برای کسایی که ملت مسخره میکنن ویل، چاه ویل نصیبشون میشه. ویلون لکل، وای وای ببین همه دارن میخندن یا امام زمان، مخصوصا تو خونه خانم ها شایه. بعد جالب همزه و لمزه این معنیشه و معانی مختلفی آوردم. اما یکیشو من خدمت شما بگم، همزه یعنی با زبان یکی رو بهش متلک بندازی تا بسوزونی یا طرفا. لمزه یعنی با شک با عدد فار روش برمیگردن عدد فار در بیاری مسخرش بکنی. همزه از مهمیز گرفته شده. مهمیز میدونی چیه؟ حتی کلمه حمزه، همین حمزه حرف که از به قول ناف باید ادا بشه، اینا ارتباطش الان بهتون میگم. نگاه بکنید، مهمیز اون آهنی که به پاشنه پا میبندن سوار یک مرکبی که میشن، با پاشنه پاشون تیزه دیگه، میزنن زیر شکم اسب. این اسب یه شوک بهش وارد میشه. چطور میگن اینا کسایی که متلک میندازن به مردم در حد شوک، یه چیزی میندازه به طرف بنده خدای متلک میندازه، اصلا شوک بهش وارد میشه تو جمع. میگه من اینا چاه ویل، به بنده من تو حق نداری. و ببین چقدر احترام و کرامت بر انسان قائله، کدوم دین قائله؟ یالا قول ها تو برها نکن کنتم صادقی، اگه مردید پاشید بگید تو کدوم دین. اما بذار من ببینم میتونم توی لپتاپم یه فایلی دارم پیدا بکنم، پیدا کنم خیلی خوبه اصلا براتون پخش میکنم. تو ببین بابا نگاه مراجع ما اصلا با این مسئله یه چیز دیگه است. شما فعلا سویچ نکن روی لپتاپ من، ما اینو پیداش میکنیم. حالا جالب در وصف این جناب چاه ویل آمده که چاه ویل اینقدر طولانیه که آقای امام سجاد میگه سنگی بنازی 70 80 سال طول میکشه برسه پایین. بعد وقتی در این چاه میره کنار، اینقدر این حرم آتش میزنه بیرون، بقیه جهنم میگن ببندن اون لامصب و مردیم از گرما. ببینید چیه حساب کار، میخوام فقط دستتون بیاد. حالا ببین چقدر ساده آدم میتونه اینها نصیبش بشه، خیلی وحشتناک. اسلام اجازه تجسس نمیده به کسی. نگاه بکنید من دو تا فایل دارم از امام معظم رهبری، شما گوش بکنید خواهشن. ببین آیا واقعا نگاه ما امروز اینجوریه؟ آقا صوتی این صدای اگه وصل بفهمید ممنونت میشه. هر موقع وصل کردی شما ما خبر بده، ما پخشش کنیم. وصله؟ یک جای همیشه دولت
وظیفه نداره. یک جای هست دولت وظیفه نداره. وظیفه مسائل عبادی هم هست، مسائل دینی هم هست، دولت وظیفه نداره. فرق بخش‌های وجود داره. کارمندان اداره باید هر دور حتما نماز اول وقت کنند. در شما چه؟ یک نماز اول وقت کنند. به قول ما آشپزان قدیمی میگفتش که اینکه آمده گفته طلبات رو نمازشون دم آفتاب میکنند. ایشون با هم لحظه قزوینی بود. میگفت من گفتم مؤمن خدا اجازه داد، تو اجازه نمیدی. خدا گفته دم آفتاب میشه نماز میکنه، حالا تو مثلا میگی باید حتما. خب حالا یه وقت این باید حتما نماز جماعت شرکت کنند. نه، نماز جماعت مستحبه. اگر باید بود میگفتن واجب. از این دلیل مفعولات ما هزاران داریم در جامعه که جای تحکنامه و جای دخالت دولت اینا نیست و دخالت دولت یا بیزار میکنه یا ریاکار تحکیر میکنه یا این یه وقت. خب ولی شما این نکته ببینید، اصلا میگه شما چه ربطی داره تو حوزه خصوصی معلوم دخالت میکنی؟ دوست داره هر مدلش بخواد نمازشو بخونه، به تو چه ربطی داره؟ اما همین آدم بخواد بکشونه کارشو وسط اجتماع باش شدیدترین برخورد میشه. یا مورد این خیلی کوتاه 30 ثانیه خوب دقت بفهمید. خب یه در این جواب یه جاهایی هم دخالت اصلا حرام نیست. مثلا فرض کنید که گفتگوی محرمانه تلفنی دو نفر رو که یه رابطه حرامی با هم دارن دادن گوش کنه، گوش کردنش هم حرامه، تحریم بسر دادنش هم همین. رابطه حرام دو نفر رو گوش دادنش هم حرامه، ترتیب اثر دادنش هم حرامه. این دین شماست. بلا تجسسو به شما چه ربطی داره؟ اما اگه دست اون دختر خانم گرفت آورد تو خیابون، باعث شد گناه اشاعه پیدا کنه، بهش برخورد کن. اما خودش میدونه، خودش تو چهار دیوارش، خودش خداش میدونه. طرف رفت پیش امیرم گفت من زنا کردم، حد رو بر من جاری کن، منو پاکم بود. گفت نه زنا نکردی، فکر میکنیش. گفت بابا اگه منم که میگم کردم. گفت نمیدونی برو. چهار بار رفت طرف اومد. یعنی اسلام دنبال مچگیری نیست. آی مچتو گرفتم، آی فلان. ما دقیقا برعکس شدیم، گناه های اجتماعی رو کمپلت ول کردیم، فضولی همون گل کرده. این چی میگه، اون چی میگه؟ به من و شما چه ربطی داره؟ متاسفانه خیلی بحث دامنگیر خانم هاسا، به ام دارم اینجا میگم، به من و شما چه ربطی داره که نمیدونم فلان کس دخترش انقدر درس خونده، اون یکی انقدر شوهر کرده، اون انقدر مونده تو خونه، اون انقدر فلان و بهمان. والا بلا بترسیم بابا، آیه قرآنه، بترسیم از اینا، شوخی نداره. این همه تو آیات قرآن میگه بابا با جا بازگشت نیست و رفتی تمام ها، خالدین فیها، تا آخر عمرت اونجایی میصرفه. به خدا خانم ها یک سری پارتی بازی خدا در موردشون کرده که این مردا باید بیان به خدا، باید بیان تظاهرات را بندازن. به خدا عموما به خاطر احساسات پاکشون دوچار گناهای سنگینی که مردها میشدن اینا نشدن. شما نگاه بکنید، زنان بنی اسدن میرن اول جنازه شهدای کربلا دفن میکنن، زن یزید میشوره علیه خودش، زن نمیتونه بپذیره، احساساتش پاکه. تو جلسه قبل که در مورد قربانی کردن انسان بود، اگه اشتباه نکنم اینجا بود دیگه، با براتون بحث کردم، دیدید این موجود ازش پرسید که تو مادر نداشتی که به این روز افتادی؟ چرا نگو پدر نداشتی؟ میگه ممکنه مردی هم چی کاری بکنه، اما زن امکان نداره. جالبه چرا یه دختر خانم من لو داد؟ چرا پزشکش گفت در آمریکا 14 15 تا دختر اومدن گفتن ما داریم قربانی کردن انسان داریم شرکت میکنیم، از یهودیانی که برگشته بودن؟ برای چی؟ چون یه مرد پیدا نشده بود به ذات. یعنی خدا یک بنده پی قائل شده برای خانوما که من خودم شاکی ام والا بنده، یعنی درجه. اما گناهاش گیر همین زبونه، بتونه اینو کنترل کنه بهشتش تضمین شده است. از این بیشتر سخت آقا نمیدونی. بعضی گناه ها گناه های شیرین هن، بعضی غیر شیرین. خدا گناه شیرین رو شاید ببخشه، گناه غیر شیرین رو نمیبخشه. اینو بدونید. طرف نگاه کنید، یک مثلا من نمیخوام اینجایی دارم مثلا شهوت یه شیرینی به طرف میرسونه، درسته؟ یعنی یک میلی بوده، سخت بوده برش نگارش، نمیخوام توجیه بکنم. نه، این گناه به اندازه کار خودش اثر داره، اثرات سوء داره. در اسلام هم دیدید چجوری باش برخورد شده. اما کسی که بابا غیبت میکنی، دروغ میگی، چه شیرینی، چه جایزه به تو میرسه؟ ما یه جایی بودیم اینو گفتیم، یه خانمی گفت تو خبر نداری وقتی که غیبت میکنی یک خامه ای بهت میدن، کجای کاری؟ نه، یه توجیه شماست. واقعا یک تصمیم، نذر بکنید، به خدا نذر کن 40 روز غیبت نمیکنم. شاکی هم نشید، پاشید برید. من به شخص تو خونه خودمون اجرا کردم،
میدونم از چون خبرش بهم رسیده از همکلاسی‌های همشیرم هم تو این جلسه بودن، قبلا میرن خبرش میرسونن. ما دیدیم این مادرمون و خواهرمون میشینن کنار هم دیگه، آی فلان دیدی چی شد، به همان دیدی چی شد فلان. زیادم نه، تازه اینا خوباشون هم خدا شاهده، اصلا اهل غیبت و اینجور چیزا نیستن. منم گفتم رو میدونم چیکارتون بکن. صاب غیبت که اومدم چی گذاشتم تو کاسهش، گفتم شما کجای بابا نشستیدن در مورد شما واسه اینو جواب بده. اینا سر سفره غذا از دهنشون افتاد. گفتم اینا من خودم به شخص برخورد میکنم با این مسئله خیلی جدی، میخواد مادرم باشه هر کی باشه، چون نمیخوام در آتش جهنم بسوزه، چون خیلی دوستش دارم، متوجه این خیلی، چون حقیقی دوستش دارم. به حمدالله الان حل شده تو خونه ما. یعنی یکی بخواد غیبت بکنه از در دیوار موشک باران میشه. خب راه بنازید، اینا سنت های حسنه است، به خدا خدا میاد به سمت اون خونه، رو میکنه به اون خونه، برکتشو میاره، عزت بهت میده، اینقدر مناعت طبعت میره بالا که اصلا غیبت بکنم در مورد کسی. یه بچه کوچیکه نگاه کن 5 ساله با یه 3 ساله دعوا میکنن، این یکی چوب ور نمیکنه تو گوش اون یکی، اون یکی انگوش میکنه تو چش این یکی فلان، این یکی میشه 10 سال با یه 3 ساله دعوا میکنه، این میزنه تو گوشش جو وای میسته نگاه میکنه، یه خورده گار میاد، یه 3 4 تا بزنه که میزنه تخت کلهش، درسته؟ بگذریم 15 سالش بشه اون 3 ساله بزنه، اگه بکشه خودش این کارش نداره، برو بچه دیگه کار ندارم، اما بشه 25 سالش این بچه بزندش بهم بوسش هم میکنه، بزرگ بشیم. بوزه ما اینه بچه هاییم که میفتی به جونم، نه شماها خوشتون نیاد، شما آقا این ردیف جلو نشستید فکر کنید گارد هم چین لوژ نشینی هم نشستن انا فهم کنن انا مثلا بهشتی هن. نه عرضم اینه که شما، باز گفتم چی گناه هایی آره خدمت شما عرض بکنم، غیبت دامنگیر همه ما هست، اما متاسفانه در خانم ها بیشه، چون جلسه ویژه خواهران هم ببخشید این پرانتز من باید حلش میکردم. بریم سراغ بحث اصلی، دلایل مدعیان دروغین. اینا رو خوب دوگاش، بعضی اینا خلوچلن، به خدا طرف خلوعزه، بلند میشه میده دعا میکنه، یه آدم مشکل روانی داره، عقده داره، عقده اینو داره که مردمش نگاه کنه، میاد حرفو چرت و پرت میزنه، مردم ساده گوش میکنن، جدی میگی، اینا میفته تو بحث خالی بستن، همینجوری میاد و میاد دروغ هم که دروغ میاره، یه موقع میاد توی ورطه افتاده دیگه نمیتونه جمعش بکنه. آقا یه دوستانی در یکی از نهادهای امنیتی، یه خانمی تو رشت چرش نباید میگفتم لو دادم، در یکی از استانهای شمالی مثلا، شما نشنیدید بعد اینا رو کات کنید ها، ببین من از اول میام، یکی از این نهادهای امنیتی در یکی از این استانهای شمالی یه خانمی رو به قولی دستگیر کرده بودن. این چیکار میکرد؟ رو به بیت المقدس نماز، رو به جنوب، ببخشید جنوب خوبه، رو به شمال نماز میخون، بعد خدمت شما عرض بکنم که دریوری میگفت، از رو اسم شما میگفت شما دینت چیه، مثلا میومد گفت فامیل چی، میگفت رائفی، میگفت ر شما مسیحی، بعد میگفت یه، میگفت شما یهودیای خیلی خوبی، حروف الفبای فارسی از الف تا یه جدا کرده به سه قسمت کرده، یوسفی یه بود، میمنون واو هیه، بعدش هم واو دیگه آخرش بود، یحیایی اینا، یوسفی اینا رو مثلا میگفتش، بعد مثلا اونی که الف بود اون مسلمان زق بود، مثلا احمدی ها دیگه خیلی مسلمانه، یه همچین مسئله. بعد اومدن من گفتن آخه شما آنالیزوری تخصص داری، بگو ببینم عضو کدوم فرقه است. گفتم هیچ، اف خلوچله، عضو فرقه خلوچلاس، والا این دیوانه است. بعدا هم بررسی شد دیدن بله این 10 12 سال بنده خدا اصلا مشکل روانی داره، میگه چرت و پرت میگه این ور اونور، مردم تعجب کردن، حساس شدن بهش، مثلا خود مردم زنگ زدن بابا بیاینو جمعش کنی، رو به شمال داره نماز میخونه، از رو لباس مردم میگه کی مسلمان کی یهودی کی مسیحی، میگه هر کی کت دامن تنش بکنه یهودیه، فتواهایی میداد برای خودش. این دسته اول. دسته دوم، بعضی از اینا پول گرفتن، یعنی طرف خیلی هم تعدادشون کمه، برخلاف الان فکر میکنید ما الان گارد میگیریم 99% اینا با استکبار جهانی در ارتباطن فلان، نه اصلا از این خبرها نیستش، عموم اینها یک مسئله، تعداد خیلی کم از اینا که مواردی بوده اینا پول گرفتن، برنامه ریزی شده است که به یک سری فرقه ها راه بیندازه، این اتفاق افتاده، خیلی از موارد هم داره اتفاق میفته که اصلا رسانه‌ای نمیشه و صلاح هم نیست رسانه‌ای بشه اصلا و ابدا. مثلا خیلی از شما به جرئت میگم بیش از 90% شما اتفاقی که در دانشگاه کوکیل و بویر احمد افتاد خبر ندارید و نباید هم داشته باشید، که این برنامه هدفمند بود برای توهین به کلام الله مجید، در 7 نقطه خوابگاه به صورت همزمانی توهین صورت گرفته بود که بررسی شد دیدن یکی از این دخترها پدرش اعدامیه، یکی از اون طرف اینا شارژ شدن به لحاظ مالی، بهشون دستور داده شد این کار انجام بدید. اینایی که به قولی در ارتباط هم با این شبکه ها اینا تعدادشون کمه، اما سیستم صهیونیست جور دیگه عمل میکنه، اونایی که خودشون میرن تو وادی ادعا اونا رو جذب میکنه،
متوجه؟ از اول رو کسی سرمایه گذاری نمی کنه. خبر بهشون میرسه، گوشاشون حساسه، سنسوراشون، شاخکاشون حساسه. تو کشور ما میان آقا فلانجه یه نفر ادعا کرده، خوبه برید سراغش، پولش بدید، به بهانه دعا گرفتن ازش 1 میلیون بهش پول بدید، 10 میلیون، 100 میلیون بهش پول بدید، اینو بذار تو این مسیر بیفته، مسیری که ما میخوام. قشنگ در مقابل نظام قرارش میدن، مثل این کاظمنی بروجردی. کاظمنی بروجردی مثلا پدرش روحانی بود تو هم مسجد خراسان، میدون خراسان خودمون. این باباش مرد، باباش تو مسجد قبر کرد که یه جوری این ذهنیت به وجود بره که با نظام مشکل داشت. 2 قرن درس حوزه نخونده بود، اول ادعای ارتباط کرده، بعد شد خود امام زمان دین آورد و دیدید یا اونا امثال هم اومدن توی کرج مکه ساختن، کعبه ساختن، میبردن ملت طواف میکردن. ادعای ظهور که گفت جمکران، من میخوام برم جمکران تشکیلات اینم تشکیلاتم چی کنم فلان و قم و کشش رو آورد ریختن تو خیابون 110 اومد امام زمان قلابه رو جمع کرد. جالبه این توی بازداش به بازجوهاش گفته بود که این سیدیش هم اومده بیرون دیگه، مدعین دروغین، به بازجوش گفته من با مسعود بهنود با من ارتباط برقرار کرد. گفت آقا خوبه، شبی که این اتفاق میفته، اصلا این خدمت شما عرض بکنم، شبکه‌های خارجی کمپلت اینو ساپورتش میکنن، کمپلت ساپورتش میکنن. آی آیت الله بروجی یه شبه میشه آیت الله، نه که همچین شمایلش هم میخورد، خوشگل بود، خوشقد و قواره بود، سید عمامه سیاه بست و محاسن آنچنانی گفتنی خود خودش. حالا ببینید فیلمشو. تو برای اسرائیل چله های میگرفته مرفه عباد زهاد، بعد خدا بهشون موز میداد، به پیغمبری به گفت بهشون روی تو خواب، به گفت یه حاجت تو، حاجت سعادت تو توی فاصله زمانی ببینم، یعنی اسم اعظم ببینم برای اجابت. این از مریداش بوده، نه تنها اعتراض نکرد بلکه گفت که اشکالی نداره، قرآن رو به صورت مدور با قلم زعفران نوشتم و به گرفتاران میدادم، به گرفتاران هم میامدن و میگرفتن و خیال میکردم که مثلا این دعا بوی خوبی داره، اینجا نکته مهمی ها خوب داشته باشید. فردی در باشگاه داره توسل میکنه، نیروی انتظامی حضور داره، خب کی به این مجوز داده؟ مردم حق دارن، متوجه این چی دارم میگم؟ مردم حق دارن. یعنی چرا اینجوری بیخیال داره واسه خوش میچرخه؟ ما باید نهادهای نظارتیمون، و متاسفانه خبر بهتون بدم، من یه بنده خدای شنیدم که مسئولیت هم داشتین حوزه، میگفت این آدم میخوان آزادش کنن، طرف 3000 تا قرآن رو به زنجیر کشیده بود، چند وقت پیش آزاد شد. چه وضعشه؟ قانون نداریم با اینا، بار نمیدونه چیه، توهین به کلام الله مجید تا این هم معلوم. بده من اگه نیست، من مردش نیستی بده من خودم گردنشو میزنم، والا 3000 تا قرآن می چه خانواده این اصلا پاشوندن. راست میگه آقا، روزنامه فلان آگهی داده، نمیدونم داروی، نمیدونم چی لاغری، 2 ماه 3 ماه تو فلان روزنامه پرتیراژ این مملکت چاپ شده، مردم رفتن خریدن. به چه من به چه حسابی، به چه حسابی، به این حساب که بابا نظارت رو ایناست. بعدش میان میگن آقا 1000 جور عوارض گرفتن، 1000 جور بدبختی بیچارگی سر اینا اومده.
اینا پذیرفتنی نیستش. مسئولین واقعا باید اینجا تمام قد وارد بشن. چه جوری؟ ببینید ما تفویض کردیم بعضی از امزام. شما نشستید تو یه دونه تاکسی ببینید یه آهنگی گذاشت خیلی دیگه چیزه، از اون آهنگا که خرسو میرقصونه، میگه آی راننده این چه وضعشه فلان، میگه رادیوه. میگه یعنی چی این رادیوه؟ یعنی این حک خورده بالا سرش، این جواب دندان شکن واسه شما. بعد می شما برمیگم آقا رادیو تلویزیون که برام فلان نمیشه، برام میگه جمهوری اسلامیه. ما باید این طرف اومده نگاه کنید چه استادیوم عظیمی، مردم جمع شدن پلا پر، کف وسط زمین پر، طرف اونجا داره نمیدونم خط محمد یوجیب گرفته. اینجاست که دیگه شو مصادره شو توسط شبکه‌های اونور آبی. سریع رفت تو ماهواره یه شبه آیت الله شد. ایشون مثلا اومد یه دعایی کرد گفت من مثل جدم حسین شهید میشم در مقابل این نظام یزیدی ظالم، تکه تکه بشم از حرفم بر نمیگم. الان اینکه مریدش میگه اینکه تو میگفتی حسین ابن علی که بر چلان اومدی وایستادی مثل موش مرده ها جلوی دوربین، غلط کردم من از مقام معظم رهبری میخوام که منو ببخشه و فلان و نمیدونم چی. به خدا میگم اینا رو نگاه کنید، همون که دورم بودن برای خوب جذبش میکنم میگفتم که اینجا شعبه از قتلگاه کربلاست و ما بخواهیم که اینجا کشته بشیم موضوع خون را گرفتم و اون هم که من بودم باور میکردن که ای کشته بشم حتما باید موسیقی محشور بشیم. من با کفن آمدم، من فلانه آمدم کشته شدم مثل پدرم ابی عبدالله الحسین. این قائله ای هست که ایشون رو انداخت تصاویرش. بله رفعت اسلامی هم اینا رو دیگه خیلی پروشون کرده. مسئله دیگه که اینها رو جذب میکنه، مورد دوم، مورد سوم اینه که مقصر اصلی ماهاییم. یعنی طرف اصلا ادعایی نداره. عموم کسایی که تو مسیر مهدویت میان ادعای مهدویت میکنن اینو باور کنین با نیت پاک اومدن. نه این که من به شما عرض کردم کسی که تو حوزه مهدویت میاد دیگه ابلیس نوچه موچه نمیفرسته، شخصا خودش میاد وسط کار، چون ظهور امام زمان به معنی گردن زده شدن اونه، پایان عمرش، نمیخواد این اتفاق بیفته.
طرف میاد آرام آرام غرور میگیردش، مسائل پیش میاد. یه ماجرا براتون تعریف بکنم از یکی از این استانایی که رفت بودم، ماجرا خیلی جالب بود. ما رفتیم یک همایش به قول یک روزه اما سه جلسه بود، یکی قبل از اذان و نهار، دو تاش هم بعد از اذان و نهار تا اذان مغرب. اول تموم شد و همایش اول من که تا نشسته بودم بالاشم صحبت میکردم، من قیافه بنده حقیق قیافه تصویری حافظه تصویرم خیلی خوبه، فوتوگرافیک مموریم، یعنی چهره ببینم یادم میمونه قبلا بوده جایی یا دیدمش یا نه. من یه روحانی جوانی دیدم تو ردیف اول دوم نشسته بود، نگاهش کردم ای بابا ما 4-5 سال پیش با هم دیگه رفتیم فتح سبلان. ایشون یه ویژگی داشت که دیگه خاصه تو ذهن من بود. ما کمپ اول که رفتیم 3-4 تا روحانی با ما بودن، همه برگشتن، ایشون اومد. اونم که برگشتن به خاطر اینکه با نعلین اومده بودن. و سبلان که پوتین میخواد نمیشه که اصلا برف تا زانو، این اومد با نعلین تا قله اومد، پاش مثل لبو قرمز شده بود. خیلی من خوشم اومد، گفت من یا نباید شروع میکنم یا حالا شروع کردم بعد تمومش کنم. بعد که من داشتم میادم پرید جلوی ما، آی دکتر ما چیکار بکنیم که امام زمان ظهور بکنه، اونم ظهور حضرت. گفتم نگاه کن ببین حاج آقا، باید خودمون رو تجهیز کنیم، شما با نعلین هم میتونی بری سبلان فتح کنی، خوبه که پوتین داشته باشی. اینا ما گفتیم الان دوزارش میفته دیگه. ما وضو داشتیم رفتیم نشستیم تو همون سالن استانداری اینا، طبقه پایین یه زیرزمینی بود نمازخونه شون بود، نشستیم تا بقیه برن بیان. هم وسطا هم به یه ستونی تکیه دادیم، یادم اومد پیش من، هی اومد این طرف، اومد این طرف، هی این ور میچرخه. گفتم چته؟ بعد گفتش که من فهمیدم شما اهل کرامات هستید، بیشتر بگید. گفتم بابا پاش. نگرش داشتم جلسه همونجا، جلسه دوم گفتم نمیری تو، باید باش. آوردمش بالا گفتم ببینید اینجوری میشه. یه لحظه می تو جلد من، اینو یه خورده سرکارش بذار، یه خورده جلسه آخر لو بده، بعد بگو باشه باشه حالا وایسا بعدم به کسی نگی یا فلان. جلسه دوم ان الشیاطین لا یعون الا اولیاءه، میرن رو مخ یه زن این بنده خدا، زنگ میزنه به شوهرش، الان باید پاشی بره خونه مادرم. بابا ولکم همایش، مگه فیلم برداری نمیکنن؟ چرا؟ خب فیلمش میگیرن بد میدن. راست میگی، باشه من اومدم. این میره و راه فیلم دیگه نمیبینه. چی میشه؟ پس فردا 4 نفر میان جلوی این، شروع میکنن فوش دادن به رایفی فلانی، هم چرت و پرت زیاد میگه. نه نگید بابا چی دیگه، حرف بر من میسه کجا در میاره اینا رو. نه آقا نگید. آقا چی شده؟ من حالا یه چیزایی میدونم شما نه. نه جان ما بگو فلانو از اولیاء الله ایشون. جدی فلان بخور. آ تمام شد. ما هم خوش خوشکانمون میشیم میریم، آقا میافتن به دست و پا، دست و پاتو میبوسن اینا، آدم خوشش میاد دیگه. نه ضعیف و نفس انسان خوشش میاد. تموم شد اینجوری. یعنی خیلی از اینا شماها، ماها مقصریم. طرف میادم اون اولین دریوری رو میگه همچی محکم بزنی تو پرش، از اون همزه ها رو اینجا استفاده کن، اون همزه تلو مزه سجارت اینجا استفاده کن در مسیر حق، تو بفهمه طرف اشتباه داری میکنه. ما پروبال میدیم، طرف یه خواب دیده، آقا میریزن دورش، رو سریشو تیکه تیکه میکنم. بنده خدا میگه من دیگه رو سری ندارم، باید برم بخرم. باش برو بخر، ما پولشو میدیم. باش میره 3 تومن رو سری میخره میاره. باش اونو بده به من، 30 تومن بهت میدم. ای چه خوبه، خوبی ها، دونه 3 تومن بخرم 30 تومن بفروشیم، کیف میده والا جالب. نه همینجوری میشه، به خدا همینجوری. من قائل به این نیستم اینا همه شبکه‌های صهیونیستی فلان، اما اینا بعدها شناسایی میشن. آقا طرف توی کمی شهرهای یکی لو نمیدم عمرن، شهرهای استانهای شرقی ما، این یه خوابی دیده بود، مردم از 50 کیلومتری پا میشدن میرفتن تو روستا، یه بچه خواب امام زمان دیده. آقا اولا خواب که حجت نیستش، بعد ثانیاً به من بگو من نمیخوام خواب رو زیر سوال ببرم، تو از کجا فهمیدی امام زمان؟ خودش تو خواب به من گفت. تو من قبلا امام زمان دیده بودی که مقایسه کنه؟ خودش چرا مو نمیزنه ها. خب حجت نیستش، خب برای اون فرد چه حجته؟ واسه بغل دستش حجت نیست، تمام شد رفت. من از چه معیاری وجود داره من بفهم رویت تو صادقانه بود یا نبوده؟ من شب غذا سنگین نخورده بودم. یک چیزا میشنویم به خدا قسم تو این روز شما نمیدونید. واقعا اجازه نه پروبال ندید به اینا. آقا بزنه طرف شعله زرد درست کرده، حلیم درست کرده روش، طرح این شعله زرد یه قیافه درو، آی بوده بیاد حضرت زهرا آمده خود شعله زرد من نظر کرده فلان. آقا جمع کنید حرفا رو، مگه نبود روی دیگی چیزی نوشته میلیسیدن این خاکستر دیگو؟ شأن آقا ابوالفضل عباس از این بیشتره که بیاد عکسش روی دیگ نه. در این مستند دیدید که دیواری آب میده نم میده، میگن تصویر تمثال مبارک آقا ابوالفضل عباس خیلی زشته به خدا. این حرفا
شعب الفضل العباس شأنش خیلی عجله برای ایناست که بخواد به روی دیوار نقش بزنه، شما برید دستمال بکشید رو دیوار. به خدا قسم همینا رو فیلم میگیرن، سعودیا گرفتن دیگه، اینو فیلم گرفتن بردن پخش کردن. آبرو حیثیت کشور رو، تشیع کشورم حالا شما بذاری کنار که خیلی برای ما مهمه، آبرو حیثیت اسلام تو بردی، آبرو حیثیت تشیع رو بردی، همشون همینن. برمی‌داره طرف خواب دیدم که نمیدونم این امامزاده بود اینجا شفا داده، امامزاده نه چه میدونم شجر نامش مشخصه هیچی فلان. بعد این درختایی که الان زیرش نشسته، سه تا درخت داره هر کدوم دخترای امام نعوذ بالله درخت. خب این شما چی دارین میبینید؟ بگید. تناسخ. میگه روح فلان در درخت رفتن، ما درختا دوینه بپرس. ببین چقدر ریز جا میندازه. گفتن تو تمام فرقای انحرافی من کد بهتون یاد دادم ها، کلید واژه بهتون یاد دادم. شد تناسخ، دومی شد چی؟ دینهای همش دینای به قولی گوگوری مگوری هیچی بده. مسیحیت الان همینه، میزنی تو گوش پیغمبرش میگه این برم بیا بزن. تحریف کرده. کی گفته حضرت عیسی اینجوری بوده؟ اگه حضرت خدا وکیل امیرالمومنین حضرت ابوالفضل چقدر دوسته مسیحی ها اسمشون میزنن عباس ها. اگر حضرت ابوالفضل یه آدمی بود که تو کربلا تنه بهش میزدی میخورد زمین، اینجوری دوستش داشتی؟ نداشتی. به خدا دوستش نداشتی اینجوری. عشق ابوالفضل به اینه که در عین قدرت میره تو آب، آب نمیخوره. در عین قدرت گیر یه بچه 3 ساله است. هنر ابوالفضل عباس تو اینه. هنر امیرالمومنین اینه که جور جور داک میاد یه مثلا نوشته میگه هیچ چیز اقیانوس وجود علی را نلرزان جز آه مظلوم و خدا. آن مظلوم، یکی مظلوم میتونه اقیانوس وجود شمشیر زن ترین فردی که در تاریخ اسلام اومده رو بلرزونه. بعد شما می یه دین چی به شما تحویل میدن. و سومین و آخرینش که دیگه من عکس و فیلم های جدید به خدمت شما نشون بدم اینه که اینا از یک شعور واحد بر دنیا. از این طرف معنویت نیاز داری. معنویت یعنی خدا، اونو بهت نمیده. یک معنویت که یک شعور واحد بر جهانه به خورد شما میده. میگه که یک شعوری بر جهان حاکمه، اینم از آسمان ها میاد. چرا؟ چون کابالا میگه اخبار غیب رو از شیاطین که از آسمان میمدن گرفتن، که من توضیح دادم جلسه قبل. کسی که نبودن سیدیشو بگیرن گوش کنن، ظاهرا دوستان آماده کردن. خب میگه اگر در این مسیر بودی سالمی، در مقابل این قرار بگیری مریض میشی فلان. این سه تا نکته رو داشته باشی. تو بحث سیاسی هم به هیچ وجه من الوجود، که این برمیگره به شقه دوم، به هیچ وجه من الوجود با اسرائیل کاری ندارن. امکان علیه یهود موضع نمیگیرن، علیه تمام ادیان موضع میگیرن، علیه یهود موضع نمیگیرن. خیلی عجیب و جالبه. نمیدونم یه گوسفندی رو بیای شما نمیدونم بپرستیش بخواد، میبینه چی شبیه ذوالفقار شاخش در اومده. نگاه کنید الان، یعنی ببینید الان میگه روی گاوم نوشته نعوذ بالله محمد، دقت بکن یه حضرتش نه محمد خالی نه کن. الان شما خودتون قضاوت کنید. ببین نشته محمد اینو میگه نوشته محمد. این متاسفانه تصویری است که میگفتم مثلا حضرت ابوالفضل العباس رو دیوار نقش بسته. ببین چه روسری دارن میمالن. هیچ چوچو نکنید تو همین شهر شهید ملاتی بشه خودتون 3 کیلومتر صف میبندید. این گوسفند نگاه کن، خداییش فکر کنم خوشبخت‌ترین گوسفند دنیاست. آقا میون دست میکشن به پوزش، به صورتش تبرک میکنن. برای چی؟ روی شاخش چیز تری شبیه ذوالفقاره. سیاسیش نکنید این گوسفند رو.
اینجا سره از ناصر تشخیص دادن کار هر کسی نیست. البته بنده اعتقادم خیلی ساده است، به سادگی شما میفهمه خواهی نقش آب روی دیوار آدم واقعا باید شهن آقا ابوالفضل العباس اینقدر پایینه؟ یعنی ما به خودمون بیایم. و مورد آخر، دسته آخر از اینها، که اینها کسایی هستن که تسلط پیدا میکنن به علوم غریبه، با شیاطین ارتباط برقرار میکنن، واسه شما اصلا حرکتای انجام میدن که شما اعتقاد بدون میکنید. همین بروجردی که از مریداش میگفت من وقتی اومدم پیش این، قبلش میخواستم پیکان معامله بکنم، تا اومدم پیش این جیگو اونی که میخواستی معامله کن انجام بده به نفعت. میگه من گفتم این از اولیاء الله، این به من غیب گفت. یه موقع غیب گفتنش مثل غیب گفتن منه، متوجه شدین؟ خبر بهش میرسی یا این خبر دور نده. بعضی موقع واقعا اینا میتونه از این طریق کارهای انجام بگیر. بدم مثل اون موردی بود که در سمنان بود، یه ده ها زن متأهل تونسته و تجاوز بکنه با دعا نویسی، با جنگیری. و بنده به عنوان یک فردی که درگیر ماجرای ایشون بودم، 100% اون روز به یک کلام رسیدم، خدا گواهه، اشهد ان لا اله الا الله. واقعا به این رسیدم. یعنی تو نمازم الان هیچی نماز نفهمم، به همدلی یه خورده نمیگم نماز میفهمم، این یکیش برام جا افتاده که واقعا دیدم موجودات دیگه پرستیده میشدن. در یک مورد ایشون 35 تا از مریداشو جمع کرده بود توی خونه با یک سری شعبده بازی هایی که یک جنی برای اینا انجام بده، و همه 35 نفر هم دیده بودنش. تمام 35 نفر هستن، شهادت دادن، جلو دوربین اومدن صحبت کردن، جلو دوربین اومدن صحبت کردن که ما دیدیم کار عجیب غریبی. حالا من نمیخوام بگم چی شد، اصلا بحثمون اون نیست. آخرین لحظه گفت ما اشتباه کردیم، ایشون روح حضرت مریمه، ما بعد از دلش در بیاریم، بهش توهین کردیم. این جنی که به شکل یک دختری اومده، برعکس نامش هم مریم بوده. میگه چیکار کنیم؟ میگه بعد بهش سجده کنیم. 35 نفر به این سجده میکنن. وقتی از این پرسیده شد که چرا، او از من خواست، گفت اگه بتونی کاری کنی به ما سجده بکنن، من هیچ ازت نمیخوام. بابا این عقده ای شدن. اینا از همون ماجرا اول خلقت مشکل دارن. به خدا حقیقت بنده میگم، به عنوان یه پژوهشگر تو این عرصه تئوری نه، من عملی دیدم. در 12 ساله همسر و خواهر زنشو تقدیم کرده به این فرد. میرفت وای میستاد به اینا، تجاوز میشد، دستشون میگرفت میبرد. به چه مرحله انسان میتونه برسه؟ نرید سراغ اینا. به والله قسم، شخصی رفت پیش پیامبر، تو کتاب گناهان کبیره نوشته شده در مورد سحر، یکی از گناهان کبیره سحره. گفت برای اینکه مهر شوهرم نسبت من زیاد بشه، رفتم دعا گرفتم. گفت فرشتگان آسمان تو رو لعنت میکنن، فرشتگان زمین تو رو لعنت میکنن، فرشتگان بین زمین و آسمان تو رو تا ابد لعنت میکنن. این زن توبه کرد، روزها روزه میگرفت، شبا نماز شب میخون، احیا میگرفت که خدا اینو ببخشه. نرید سراغ اینا، تسلط پیدا میکنن به زندگیتون. دعا از اینا بگین تموم میشه. چند وقت پیش به خود ماجه به یه هفته نمیکشه، من در یکی از مناطق غربی تهران برنامه داشتم، یه دوستی موقع برگشتن گفتش که تو ماشین بود، گفت من سوال دارم از شما، گفت فلان. ایشون اصلا ماجرای تعریفی من، تمام حرفایی که میزد مو به مو درست بود، یعنی با تئوری های دینی میخورد. این اتفاق در همین که اینا همسرشون رفته بود سراغ این جنگیرها دعا نمیسی، اتفاقاتی برای این بدبخت این مردش میافتاد که اصلا وقتی تعریف میکرد انقدر دلم بالا ایشون سوخت که نگو. کارشون به طلاق کشیده شده، میگه 2 ساله میخوام برم بچه‌مو ببینم، 2 کوچه از من بالاتر نمیتونم برم. باور میکنید؟ یعنی میخوام پاشم انگار گیرن بندم. بله قرآن میگه یفرقون بهی بین المرء و زوجی، میتونم بین زن و شوهر. چرا آقا شما امیرالمومنین میگه راز خودتو به رفیق خودت نگو؟ رسول الله میگه راز شما مثل خون شما در رگهای شما جاری است. من برم 2 دستینه در اختیار یک انسان شیاد و پلید و خبیث و کثیف قرار بدم که سوء استفاده بکنه؟ یکی از این کسایی که معتقد شده به اون فرد سمنانی، گفتم برای چی؟ گفت زن من معتاد بود به هروئین. من خودم نمیدونستم، بعدها فهمیدم. هیچ کس نتونست اینو ترک بده، نه ان ای و این چیا، هیچ کدوم. این آقا ترکش داد. رفتم سراغ زنش، گفتم چجوری شما ترک؟ میگه من وقتی رفتم یه دعا بهم داد، گفت این کارو انجام بده. انجام کردم، گفت یه هفته دیگه. یه هفته دیگه رفتم، گفتش که یا ترک میکنی یا به شوهرت میگم تو 2 بار قبلا بهش خیانت کردی، فلان جا و فلان جا و فلان، اینجوری اینجوری اینجوری. این از ترس شوهرش بدبخت استخوان درد کشیده بود فلان، ترک کرده بود. چی شده بود؟ اعتماد مرد جلب شده بود، گفته بود حالا یا باید با ما هم باشی یا من با دوباره به شوهرت میگم. بابا چه جوریش آدم با کدوم عقل میره؟ نگاه بکن، روک بهتون بگم، وقتی این ارتباط برقرار شد تمومه. آقا امام صادق میگه طرف یا مشرک و کافر از دنیا میره، مسلمان نیست یا اون دنیا، یا میگه خدای قاطی شد. من گفتم اگه تمومی، شما بهت گفته بودیم نباید بیای توی مسیر. اگرم کسی حالا رفته کاری کرده فلان، خرجش هیچی نیست، 2 رکعت نماز، یه غسل توبه، خدای اشتباه کردم، لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ قدرتی جز تو نیست، تمام. هرچی آتشخاله هم که گرفته بریزه تو آب، بریزه توی رودخونه، توی دریای فلان، اینجا آب پاکی ببره. نرید بابا سراغ اینها، نرید. به خدا مواردی هست من اصلا جرئت نمی‌کنم جو دوربینی اصلا تو جمع شما بگم،
که به ما اثبات شده زندگی ها از هم پاشیده شده. بیا ببین خیلی خیلی خطرناکه. هیچگاه پای اینا آقا حیف نیست آدمی که خدا داره، اهل بیت داره، همه دنیا دیوونه. امام حسین من و تو هم میگن 17 میلیون جمعیت هر سال ارمنی میرن اونجا، اینجا چه خبره؟ مسیحی ارمنی است به بچه‌ش میذاره. عباس میگه چرا؟ میگه من بچه‌ام از این گرفتم. و تو باز بلند میشی میری پیش یه آدمی که گیر زندگی خودشه. ما یه خاله ای داریم بنده خدا میگفتش یکی از این یه فردی هست دو سه تا کوچه از این تهران پارس میشینن، سه تا کوچه بالاتر این، آره نمیدونم سه سال پیش گفته دو سال دیگه امام زمان میاد، سه سال پیش گفته دو سال دیگه امام زمان میاد. گفتم خب باش بریم ببینیم کیه فلان. برداشت ما رو برد به خدا رو همون روز که رفتیم چاه بوز میخوام دستشینو گرفته بود از چاهک آشپزخونهشون زده بود بیرون، آی بوگندی فلان، زندگیش به هم ریخته. عموم زندگی های اینجوریه. حالا یا این بعد ارتباطشو برقرار کنه، یا اینو به شکل جنگیری نشون میده، یا به شکل فال قهوه نشون میده، یا مهم نیست، مهم اینه که اون ارتباطو بگیره. حالا چجوری به شما میگه؟ الکی تا استکان نگاه میکنه به شما میگه فلان، آینه نگاه میکنه، آب نگاه میکنه فلان، اینا همش دریوری. متوجه اصل اینه که اون ارتباطو برقرار میکنه. بعد یه عکس این بی شرم بی حیا زده بود به دیوار خونهشون، خودش بود با یه بنده خدای دیگه، اون وسطی کلهشو با فتوشاپ سفید کرد، زرد کرده بودن. یعنی اصلا کسایی که فتوشاپ کارن، یعنی ابتدایی بچه ابتدایی یاد میگیره این چیزا رو بردار، این مدادو دایرهشو رنگ زرد بذار، بذار کله طرف یه دونه اینجوری بزن، همین بیشتر همین. اگه این بازی خورده جلوه میداد نور اینجوری زده بود، همین. گفتم این کی؟ گفت امام زمانه. گفتم کجا؟ گفت من جمع کردم با هم دیگه رفتیم دیدیمش، گفتیم آقا وایسی عکس بگیریم. گفت من عکس بگیری فلان میسوزه ها عکستون فلان. گفتم آقا نسوزه. گفت اما نمیتونی چهره من نمیفته ها فلان. آقا ما به زور خودمون رو نگه داشته بودیم، خدا قسم اینقدر شاکی شده بودیم. حالا بعد چای آورد گفت بخورید، اینا همینا دعا خونده شده روی این چایاشون، روی این خوراکیایی که میدن فلان. اصلا گفتم من چای نمیخورم، اصلا چای خوری اصلا. حاج خانم براش آب بیار بزنش. میگه گفتم نگاه کن من هیچی نمیخورم، بی خیالش. برگشتم بهش گفتم که نگاه کنید من قصد ازدواج دارم، اصلا عمر اصلا همچی خبری نبودا. خب بعد الان چیکار کنم فلان؟ یه اینجوری کرد. ما اینو گفتم مسئله شراکت در میانه چش بس غیب گفتی. حالا شراکت یا اقتصادیه یا میخواد ازدواج کنه، همه یه شراکتی دارن، درسته؟ بعد شریک خوبی نیست برای شما. اگه واقعا من میخواستم ازدواج کنم چی؟ اگر اون دختر باب میل من میبود و میتونست منو خوشبخت کنه چی؟ برای اینه که عموم افراد نسبت به جنگیران و این شیادان دو نگاه دارن. بعضی ها میگن اینا راستگوان، بعضی میگن اینا چی هن؟ شیادن. برای اینکه 50-50 حکم داده دیگه، یا میگیره یا نمیگیره. اگه بگیره من خودم میشم از مریداش، میدونم میرم میام. اگه نگیره میگه با چرت و پرت گفت یارو، درسته؟ یعنی شما اون آره و نه از این بچه کوچولا میتونی بپرسی، آره یا نه، بگو یه قانونو چی بدینم، آره خب میرم زن میگیرم مثلا. ها واقعا همینه ها. چرا نمیتونه وارد ذهن بنده بشه، ذهن شما بشه؟ برای اینکه ما اعتقاد داریم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اعتقاد دارم والا هیچ کار نمیتونم بکنم. ما جای رفته بودیم طرف اینجوری میکرد، موقعی که میخواست حالا اینا بعدن کات کنید اینا که میگم بمونه بعدن، آره سر پول سرات میگیرم یا قطعه های کرمی ها. خدمت شما عرض بکنم که رفته بودیم جایی طرف اینجوری میکرد، میگفتش که اون جیبه یه ارباب رجوع دیگه اومده، ما دوربین مخفی گذاشتیم تو کیف برده بودیم برای این کار پژوهشی، از این فیلم میگرفتیم تو جیبه اینجوری میکرد. میگو اون جیبت که پول 2000 تومانی داری نده، پول درش بهم بده، این جیبت 5000 تومانی داره از این بده. جیب یارو رو میدید، دوربین ما رو تو کیفمون نمیدید. برای چی؟ برای اینکه من قبولش ندارم که بسست لیس سلطانون علی الذین علی ربهم یتوکلون. نه کسی که با من در ارتباط باشه، نمیگه ما خدای ما، نه یه بسم الله الرحمن الرحیم که میگیم، نمازمون که میخونیم، همین همینا، در همین حد آدم همین کارو بشه. گناهکار گناهان کبیره انجام نده و حتی گناهان کبیره انجام بده بازم خدا اونا رو مسلط نمیکنه. کسایی که گناه کبیره انجام میدن و توبه نمیکنن اصرار دارن این بلا سرشون میاد. بریم سراغ فرقه های دیگه که در بحث دینی وارد شدن. شما نگاه بکنید یکی از این فرقه ها که خیلی تونسته یارگیری بکنه و یارکشی بکنه در این ملغمه و در این بازار به قول شام، صوفی ها هستن. از بیخ اینا مشکل دارن. ما تصوف یه جلسه خاص میریم بحث میکنیم. برای چی؟ تصوف توسط دستگاه خلافت در مقابل اهل بیت به وجود اومد. آقا امام صادق 4000 تا شاگرد داشت، یکیش پدرش علم شیمی جهانه، جابر بن حیان. ببین چی بحث علمی مطرح میشد، فقط بحث فقهی نبود. اونجا نجوم تدریس میشد، اونجا ریاضیات تدریس میشد.
اینا اومدن گفتن چیکار بکنیم، گفتن تصوف و قدرت پیش دادن، اومدن گفتن اینا چیه، علم دست ماست، بیا بریم تو خانقاه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اینا این دو قرون نمیارزه. ببین چپ تو خانقاه تا شب بگو سبحان الله ببینم دست کجا رو میخوای بگیری. به وقتش باید بری تو وسط بازار. هنر نکرد چپیدی توی یه جایی نامحرم نمیبینی دست و دلت نمیلرزه. حکایتون دوتا برادر دیگه آبو توی الک نگه داشته بود. کار به جای میرسه شما سجده میکنی به انسان. نگاه کن چه گریه ای هم میکنه طرف. سجده آقا الان من بگو که مثلا بابا بیاد طرف بره دست یکی میبوسه، من میگم عیبی نداره، دست استادش میبوسه، دست پدرش میبوسه، دست مادرش میبوسه، یه چیزی اون یه تعریف شده است. پای یه نفر رو بوسیدن تو کت من نمیره به خدا. یا آهنگ شجریان هم گذاشتن روش که عاطفی بشه و فلان. خودش سیاسی نکنید ما رو، ما نذاشتیم از جاش تکون نمیخواد. جالب پاش کفش باشه، کفش باشه، بالا هم نمیاره بی پدر این پاشو. همینجوری نگردش نگاه میکنه، رصد میکنه، نگاه پیرمرده رو زیر بغلشو گرفتن دارن میارن. این همینجوری یعنی اتوران نمیتونه راه بره. عنایت داشته باشید، خوب دقت کنید، نگاه کنید دستشو میگیرن، ببین قشنگ نگاه میکنه، ببین چجوری این پاشو میخواد ببوسه. خدا وکیل آدمایی که این بغل وایستادن شما تو خیابون ببینید میگید اینا چه، میگه یا استاد دانشگاه یا یک شخص به قول جا افتاده ای. درسته ها؟ بابا خیلیه. باز من الان نشون میده، نگاه کنید از بغل میره مثلا تو بتونه پاش سرش برسونه به پای طرف، پاش بالا نمیاره. نگاه کنید کفش باشه، دقت کنید. من به امن میخوام تیپا رو ببینید، شما تیپا رو میخوام ببینید، همینا شما تو خیابون ببینید چه فکر میکنید در موردش. نگید چوچو نکنید اینا مال غریب است. به خدا ماجرای گردو رو بهتون گفتم، شیطون گردو گردو از همون بار گردمون میدزده ها، ریز ریز میافتید تو این بسیر. ببین بچه کوچیکو میارم وادار میکنم ببوسه. من خواستم به این من العلم فی الصغر کنقش بالحجر، علم در کودکی مانند کندکاری روی سنگ است. میاره از مگه نمیگه بچه تو از یکی از بچهشو میبره به هیئت میبره پا فلان، به اون بچه چی میشه، به این بچه میخواد چی بشه. بعد میگه آقا کی اینا صداشون در اومد ما اینا رو پخش میکنیم، ما پیغام پسخان فرستادن، این دکترای حقوق داره، عالم به قرآن فلان، به همان همین نورعلی تابنده معروف به مجذوب علی شاه، همین سیبیلوی که نگاه کرد. بابا این ابتدایات اسلام در مورد آرایش نبی سیبیلش رعایت نمیکنه. تا بهش میگی میگه آی کافی هم فلان بوده، کجای کافی، این اصلا لبش دیده نمیشه فلان، این شبیه راننده 18 چرخی آقا امام زمان. ما قصد تو این به شغلی رو نداریم والله بلا. عالم به قرآنه، شما میگه عالم به قرآنه، پس خواهشن اینم جواب بده ماما. میگه بعد اینو ببین قطب فرقه رو در حد چیز میدونن ها، در حد امام زمان میدونن، متوجه؟ میگن عالم اصلی مفسر اصلی قرآن اینه، اسمش هم میذاره مجذوب علی شاه. یعنی چی؟ یعنی حکومت از ما گرفتن، ما شاه واقعی. کسایی که قرآن بلدن میدونه این داره پرس میکنه پیش میره، فکر نکنید داره درست میکنه. حالا اینجاش دقت کن، این قرآن خوندن طرف بیعت با قطب ببینید اسلامی، اینا میگن مسلمان واقعی ماییم. تو رو خدا قیافه این نگاه بکنید بعد ببینید چی چیز بشه. من این شب بیام به خوابم سکته کردم این یارو میره کنه نگاه کنه.
اینو بنده کسی داریم اهل شاهرود باشه اینجا؟ طبقه بالا نکش شما نمیم طبقه پایین کسی داریم اهل شاهرود باشه؟ بس شما یه شهری هست شمال شاهرود به اسم بستام چسبیده به شاهروده، بایزید بستامی الان شده پاتوق با ابوالحسن خرقانی، پاتوق صوفیا و دراویشه، میان اونجا چیکار میکنه؟ با موبایل خودم فیلم گرفتم، نگاه کنید کیف بکنید. این چه جور عبادتی؟ اینا باید رکوردشون تو گینه ثبت بشه. این خدا وکی این چه جور آرتوروز نمیگیره؟ من موندم به خدا قسم جدی عرض میکنم به خدا این کله اینجا آدم دو تا اینجا تکون بده. حالا نکته جالبش اینه شما همین نحوه سرزدن کجا میبینی؟ تو پارتی ها میبینی، تو شوهای شیطان پرستی میبینی. والا بلا شیطان واسه هر عصرش نقشه خودشو میاره. شما الان اینو مقایسه کنید با این شوهای شیطان پرستی، من حرف نمیزنم. خب ببینید دیگه، خب آیا تفاوت وجود داره؟ آقا هر فرقی، هر تاریخی، هر زمانی شکل خاص خودشو میاد، والا بلا شکل خاص خودشو میاد. نمیدید که برای ما اون زمان الان دیگه اینو جواب نمیده. برای جوانه الان باید از این سیستم مدل ها پیاده بکنی از این زیاده. حالا شما این نحویست بذار من یه فیلم دیگه هم هست، حالا یه مقدار صداش مشکله اما یه خورده ناراحتتون میکنه، اما بذارید الان آخر پخش میکنه. نگاه کنید اینو، بذار من صدا اینو ولی شما صدا هم میخواد چیکار همینجا ببین. نگاه کنید آ چیه این؟ اون وسطی قطبشونه، لیدرشونه، توی کسایی که میره اینا. حالا شما که نمیدید ندید چیه، کسی که پارتی میرن. من یه جای برنامه داشتم، یه دانشجو بلند شد به ما گفتش که فلانی، گفتم بله، گفت حالا بعد جلسه میخوام باهاتون صحبت کنم. دانشجو بود، حالا به قول خودش میگم من متنبه شدم تو این جلسات. گفتم چطور؟ میگفتش که ما توی پارتی ها که شرکت میکنیم یه دی جی داریم که ما که سرمون داریم جی تکون میدیم، اون میاد جلو ما، هر کس این کارو میکنه اون انرژی میگیره چندین برابر سرشو تکون میده، یعنی انرژی بهش میده. الان من دی جی ها اینا رو به شما نشون میدم، این الان دی جی شونه. به خدا همین بحث جدید الان با همین شکله. چون فرصت نیست من اینو میزنم جلو. متاسفانه این بهشون برخورد. اجازه بدیم ما اینا هی فهمید. من چند تا نکته جالب اینا، این پیرمرده رو نگاه بکنید، این نگاه کنید خدا، نه خدا بکنید ببین جلو هر کی وای میسته اون حرکت نوسان سنش بیشتر میشه. نگاه کنید، نه با خدا این کلش چی بگیم چه عرض کنم. شما همین نگاهش کنید، همینجی میچرخه باشه میره. نگاه کنید نگاه کنید این مرغا که میرن به جوجه هاشون غذا میدن، این دونه دونه همینجی میچرخه. اینا تصوف، اینا فرقه های مختلف دارن، خیلی زیادن اینا الان هستن.
همین الان حی حاضر در ترکیه خیلی زیادن، تو کشور خودمون متاسفانه در استانهای غربی ما خیلی زیادن، استانهای جنوبی، تو تهران همین الان جمع میشن در پارک شهر، کسی هم کارشون نداره، دست بهشون بزن میگن جمهوری اسلامی دیکتاتوره. من دنبال یه فیلم خاص هستم، میخوام حتما شما ببینید اینو. ببین این مراسمی که اینا در ترکیه انجام میدن به زعم خودشون، اینا فرقه سمایی هستن از مولوی میگن وام گرفتن، خود مولوی اینا رو مسخره کرده، میگه درویشا فاز گرفته بودن داشتن اینجوری به قول هد میزدن. بعد خدمت شما عرض بکنم یهویی چیز یکی اومد خبر داد، گفت بابا خر رفت، خری که بسودی در رفت. بعد اینا فکر کردن ذکر جدید داره بهش میگه، همش گفتن خر برفت و خر برفت و خر برفت، این اصلا گوش نمیکنه. مولوی خودش اینا رو مسخره میکنه، حالا اینا اومدن مولوی رو بهانه قرار دادن و دارن سوء استفاده هایی میکنن دیگه. این جلساتشون در پاکستان و هندوستانه، اصلا نگاه کنید، اصلا همینجیش که مثلا حالا فاز مذهبی داره شبیه پارتی میشه. این پیرمردا رو نگاه کنید، نه نگاه کنید، اصلا چون فرصت نیست، من این فیلم ها رو میدم به دوستان بذارن توی فیلم، اما کار بکن توی این سی دی، اما الان چون فرصت نیست من مجبورم اینا رو رد بکنم. اینا رو نگاه بکنید، ببینید اصلا اینا با چوب زدن تو دست طرف، کسی این کار نکرده، من چه حسی به اینا دست میده؟ ببینید واقعا میخندید، اما اینا گریه داره به خدا، انسان ها اینجوری گرفتار این مسائل شدن. شما نگاه بکن، این دی جیشونه الان بهشون حس میده، دستاشو که اینجوری میکنه اینا کمپلت به هم میریزن. نگاه کنید خوب به این قسمت نگاه، ببینید آخ الان این جفت لغت میزنه به پشت این، شما نگاه کنید ببینید، نگاه کنید قشنگ دقت کنید ببینید، اصلا این دوباره دستاش که اینجوری میکنه کمپلت این جلسه میریزه به هم. این بچه رو نگاه کنید اینجا، خوب دقت کنید، الان باز دوباره این یه حس جدید بهشون میده، آها دیگه کمپلت جلسه میریزه به هم دیگه. این نگاه کنید 100 کیلو وزنش، خجالت نمیکشه با این؟ واقعا ببین انسان به چه ورطه هایی میتونه سقوط بکنه بیان که بفهمه. شقی شقی کردن اسلام، حالا دیگه اکتفا میکنه، اما حالا اونم کاش میدیدید، نه اینم جالب بود، حیف اینم نبینید، چون اینا در قاودی ها برای امام ها خوب چیزای اینا شیطنت ها اینا میکنن، حتما باید اینا نگاه کنید. اینا مولودی هایی که برای امام ها میگیرن، مولودی برای امام رضا گرفتن. حالا از کجا من تشخیص بدم؟ از کارها و بدعت هایی که انجام میدن. اولا کسی اینا قشنگ میزنن میرخصن، خب بعد دو اینجا به عنوان سخنران ببینید یه روحانی اومده، یک شخص جا افتاده اومده، قطبشون رو گذاشتن رو صندلی، به اوور کن این قطب شب بیاد بخواب، من سکته کردم. نگاه کنید الان اینو گذاشتنش اینجا دور این حلقه زدن، این الان شده قطب عالم امکان اینا. شما به این حرکت سر دقت کنید، میتونید دقیقا انحراف رو تشخیص بدید. میرخصن، اصلا یکیشون اینجا سرپا شروع میکنه به رقصیدن وسط مولودی، اینا با این عناوین پوشش درست میکنن، برخورد بشه آقای با مولودی، آقا علی ابن موسر رضا برخورد کردن و نمیدونم فلان و به همان، حالا بقیش هم دیگه سوء استفاده هاییست که اینا میکنن. این معروف به دادگاهیست خوب دقت کنید، من این بگم ماجراش چیه. دادگاه مال سال 1973 1975 اشتباه نکنم، خانمی در نیویورک در فرقه این آقا و بچه‌هاش نوربخش و پسرانش، الان بهرامشون زنده است، خب دکتر بهرام نمیدونم الهی و فلان اینجور چیزا، کتاب مینویسه تناسخ، میگه روح پدر من در قالب من برگشته، هر آنچه که من مینویسم پدرم داره مینویسه. چقدر قشنگ، همین سریال فارسی وام بود، اصلا نوشته ها رو همینجور تاکید میکرد، داره قشنگ برای مردم جا میندازه. کتاباش تو ایران هستا، در متاسفانه 5 6 سال پیش کتابای اینا کاملا اجازه انتشار داشت، انتشار داده میشد، این از بزرگترین معضلات مملکت بود. حالا شما این فیلمو ببینید، دختر 16 ساله و 18 ساله رو میبرن تو خانقاه، میگن به مرحله 6 رسیدن، بعد به مرحله 7 اینا رو برسونیم. توی اونجا به اینا مواد نمیدونم روانگردان میدن، حشیش بهشون میدن، ماریجوانا چی میدن، یا از جنگیری استفاده میکنن، چون دختری که میومد بیرون میگفته تمام عکس‌ها از تو تابلو میاد بیرون. بعد خدمت شما عرض بکنم به این دو دختر تجاوز میشه، میگن اگر شما لو بدی اسرار الهی رو فاش کردی، مثل منصور حلاج که اسرار الهی رو فاش کرده، عکسش هم تو خانقاه زده. این خانم میگه اینجوری دستاش یعنی قطع کردن، به بالای دار میری دستات قطع بشه. این دختره میترسیده بگه،
افسردگی میره و بعد از چند مدت خودکشی میکنه. اینا تو آمریکا کسی دستشون نمیگیره، خب معلوم آمریکا خودش اینا رو ساپورت میکنه. ایران جمهوری اسلامی تو خواست اینا رو دستگیر کنه، فرار کردن رفتن آمریکا. بعد اونجا دستش اومده ایران داره شکایت میکنه، اصلا حکم اعدام گیریم که صادر کردن. کد چجوری میخوام با یکشنش برنش اینجا؟ این خانم خودش پزشکه ها. رابه یکی از این بزرگان اینا بوده، میگن قلقل خوران تا خونه کعبه رفته از عراق. خب احمق بوده، خدا پا داده واسه چه روزی؟ به خدا اسلام شدیداً در مقابل تصوف ایستاد است. حدیث داره من از امام رضا میگه اگر کسی از صوفیا تو دلش بدش نیاد یا به زبان نیاره از ما نیست. یعنی ببین چقدر اینا ضربه زدن به اسلام، علم از اسلام گرفتن دیگه. به نفع چی شد؟ علم از اسلام رخت بربست، رفتیم اروپایی ها اینجور باید منتشون رو بکشیم برای اینقدر اورانیوم، برای اینقدر فلان. زمانی که ما عمل جراحی اینجا انجام میدیم توی مملکت، اونا نیمه وحشی رو درخت زندگی میکردن. زمانی شما اینو بدونید روی صلیب های اینا مهر الله میخورد که بگه اینا ساخته مسلمان هست، یعنی خوب ساخته شده. اولین ساعت مسلمان ها تو فرانسه وقتی ساختن تو شهر پاریس این افتتاح شد، شروع کرد به دلینگی دلینگ کردن، سجده کردن مردم پاریس در مقابلش، گفتن این شیطانه، سجده کنید که بهتون آسیب نرسونه. کو الان اینا ضربه زدن کمر اسلام رو شکستن با این مظاهر. قرآن میگه فسیر و فلرز، برید همه جا رو بچرخید، بخورید از نعمات ما اما اسراف نکنید، شیر باشید نه روباه، بخورید قدر نعمت رو بدونید، کمک کنید به مردم. خدا وکی تو فطرتون هم گذاشته وقتی یه کمک میکنی به کسی چه احساس کرامتی به دست میده، چه کیفی میکنی، با هیچ چیز نیست این لذت رو عوض بکنی. یعنی چی؟ حالا صبح احمق بوده قل خورده رفته مکه، الان هواپیما اومده به من بگم با اتوبوس میری هواپیما، میگم شرطش فرما باشه با هواپیما میرم، زودتر خودم برسونم به معشوقم. والا این دریوری ها چیه؟ این خوزعبلات چیه؟ گفتم ماجرا اینه تو سیدیام هستش، یارو رفته بود اینا گیر همین زواهرن، رفته بود تو خانقاه هم گفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله با ریشش، بس که اینا حموم هم نمیرن، میگن اگه حموم بریم مردم ما توجه میکنه از خدا غافل میشه. از 15 کیلومتر بوگندشون که داره میفهمه کامیون آشغالی داره میاد، میفهمی دارم میاد. خرقه از کداری یعنی همین، این عبا که مال گنده اینا بود عوض نمیشد تا 5 نس 6 نس، تا موقعی تیکه تیکه پاره میشد وسط نمیزدن استفاده میکردن، شیپیش زده بود بعد پشمینه هم استفاده میکردن. صوفیه که از دلایلی که استفاده میشه همینه. حالا تاریخچه‌اش اینو بماند، وقت نداریم. حرفا چیه؟ امام صادق ما میگن وقتی تیپ میزده آقا میمده بیرون همه ملت بعد با اردیه 115 پشت سرش بدن که قش میکردن جمع میکرده بابا. آقا پس حضرت علی چی؟ شما عنایت داشته باشید چرا حضرت علی کثیف نمیچرخیده مثل مردم؟ ببینید بین اینکه انسان لباس فقرا تنش بکنه، خب همونو میشوره، همون تمیز تنش بکنه. میگفت من مسئول حکومتم، من اگه این لباس زبتنم نباشه نمیفهمم مردم چی میکشه، اون فقیری که نداره چی میکشه. ابو تراب بود، من رو زمین نشینم نمیفهمم کسایی که زیرانداز ندارن، زیرشون فرش ندارن، زیر کفشون بنازن چی میکشن. به خاطر همین شما نگاه کن بقیه اهل بیت که مسئول حکومت نیستن چجوری عطر میزدن، عبای حریر نمیدونم رنگهای مختلف، کفش نمیدونم چه رنگی فلان، تمام اینا مشخصی. اسلام میگه تمیز باش، ملت نگاه بکن کیف بکن، میگه مسلمونه نگاهش کن به به. امروز شما نگاه بکن خدا وکیلی ریش بذاری نماد اسلام هستی، تمیز بودن نماد اسلام شده؟
ما نه شده بچه تمیز بشه بگی بچه مؤمنیه. میری مسجد آخ خدا نصیبتون نکنه، بخش شما خانم ها نیست، بخش آقایون زیاده. میری مسجد، میری تو سجده، بو جوراب این جلوی میزنه تو مغزت، بو کته میده، بیهوش میشی، تو همون سجده نمیتونه دیگه بالا بیای. میگن آقا من این رفت تو سجده، قش چی بابا نمیتونم بیام بالا. به خدا بو زیتون میده بعضی نه. من بعضی موقع به دوستم گفتم نشسته تو نماز کوچه بو زیتونی میده، گفتن سوی بنده خدا هیچی نگذاریم. ان نظافت من الایمان واسه کی گفته؟ بگردید بخورید از نعمات الهی، هر چی آفریده حلالش، تو رو خدا حلال های خدا بیشتره حرام هاش. این همه خوراکی میگه یه گوشت خوک نخور، فلان نخور، فلان نخور، اما بس که ما عوضیم صف دست میذاریم رو همونا. این همه حلال خدا رو گذاشتیم صف دست میذاریم، برای اینکه روی طغیان تو وجودمونه، برای اینکه این شیطان ملعون با ما داره ور میره. میبرنش پزشکی قانونی، میگه دکتر کلایم متخصص بخش نمیدونم کالت یعنی مرام ها، اومد تشخیص داد، گفت اینو احتمالاً بردن دارو بهش دادن، چند روز یهویی هم نبوده، به مرور زمان رو مغز این کار کردن دیگه از حال رفته، بعد اون عمل شنیع رو انجام داد. الان صداش درست میشه، مقدار بگذره.
حالا نکته جالب این فرقه، همزمان که وهابیت تو عربستان ساخته میشه، بهائیت تو همون فاصله زمین تقریبا تو همون برهه در ایران ساخته میشه، در پاکستان هم قادیانی ها رو میسازن. یک کاری هست که ما کردیم برای سایت خارجی میذاریم اینا رو، برای چون ما دیگه به این نتیجه رسیدیم جنگو از مرزهای خودمون بیرون کشیدیم. ما تو ایران کار نمیکنیم. نزدیک الان 40 50 تا سایت خارجی رو بچه‌ها دارن رصد میکنن، تو اونجا مطلب میذارن، هر گروه هم کار خودش داره انجام میده. این یکی گروه از اون یکی گروه هم خبر نداره. بهتون بگم یعنی خودکفا خودکفان. امروز مسئول این گروه ها مثلا تصادف بکنه بیفته، اونا خودشون کارشون بلدن، کارشون رو انجام. این کاریه که برای پاکستانی ها صورت گرفت. به شباهت بین این دو دقت بفرمایید، خودتون اون موقع تشخیص میتونید بدید اینا قادیانی های پاکستان هست. خودتون تصمیم بگید. اینم یهودیان روبروی دیوار ندبه. شما چه فکر میکنید؟ خب اجازه بدید ما چون قول دادیم حتما پرسش پاسخ داشته باشیم، یه 10 دقیقه بیشتر وقت نمیم تا نماز، درسته؟ چرا با فرقه شبکه شعور کیهانی با مدیریت های طاهری که بسیار شناخته شده است هیچ برخوردی نمیشود؟ ایشون دستگیرم شده ظاهرا، اما ولش کردن به خاطر همین مسئله خلأ قانونی. نداریم آقا، مجلس باید قانون تصویب بکنه. من میگم به این نتیجه هنوز نرسیدن که باید قانون تصویب بکنن. آقا اینا واقعا دارن جذب میکنن جوانای ما، خانوادای ما رو. و جالب اینه بهتون بگم، کارهایی که انجام میدن بعضا نتیجه میده ها، یعنی طرف شفا میتونه بده ها، منتها از نوع شیطانیش. مگه بلعم با اورا شفا نمیداد؟ سامری معجزه کرد، بابا گوساله ساخت صداش در اومد. آخرین فتنه آخرزمان میدونی چیه؟ فتنه افراد مستجاب و دعوه است. اینجا کی میتونه سالم در بیاد؟ اون کسی که دین خودش رو بشناسه. چیزی که موج میزنه شما در این عرفان میبینی تناسخه. بعد از مرگ از شما کالبد ذهنی نمیتونه بگه روح، یه کالبد ذهنی باقی میمونه، میتونه تسخیر بکنه اینو اونو. این همون شد که با اسم ما مشکل داریم مگه؟ این همونه. یه نفر که دین خودش آشکار بشه. اصلا در مورد تناسخ یه خواهری پرسیدن که من اینجا پرسیدم، من سوالی داشتم، اعتقادم داشتم تا چند وقت پیشه قبل از سخنرانی شما، الان سردرگم شدم. ببینید خب چه، من همین دو تا سوال از شما میپرسم، شما تونستی جواب بدید در مورد تناسخ؟ من بگو اینها نیامدن که شما رو از علوم ما بعد و طبیعه دور کنن، نه خیر. او میدونه بشر معنویت میخواد، رسیده. تمام فیلمایی که اخیراً دارن میساختن اشاره میکنه به جهان موازی، به یه چیز پشت پرده. آواتار میگه همزمان با ما موجوداتی دارن زندگی میکنن، ما شما رو بس میکنیم. اینسپشن داره همین حرفو میزنه، فلان داره همین حرفو میزنه، بهمان داره همین حرفو میزنه. برای چی؟ برای اینکه فهمیدن. منتها ممکنه تو طغیان کنی، قاطی بکنی، بری سمت خدا، او میخواد سمت خدا نری، بمونی تو معنویتی که واسه شما میتراشه. بله که احساس معنویت میکنه با تناسخ، چون به روح اعتقاد دادی. اما اینکه به کجا منجر بشه، این مهمه. در مورد نحوه شهادت امام زمان، خب ربطی به بحث نداره، منم پاسخ نمیدم. حالا مواردی هست و خانم ریشدار و فلان که سندیتی هم نداره. آیا در فتنه سال 88 نشانه در مورد فراماسون وجود داشته است؟ بله، مواردی بوده. حالا من چند مورد خدمت شما عرض میکنم. به عنوان مثال لوگوی 22 بهمنی که استفاده شد به وضوح آرم تک چشم داشت. اینا نگاه کنید، نشونه دیده نمیشه الان؟ من واسه کی دارم نشون میدم؟ بعد اومد تصویر؟ 2 ثانیه؟ 1 2 چی شد؟ اومد؟ نه اومد تصویر؟ اومد. خب ببین، به وضوح علامت تک چشم استفاده شده، نگاه کنید.
چه دلیلی داره اینجا علامت تکثیر شد؟ خود همین نماد، نماد خرگوش و چشم چپ دیگه، اینه که اگه بنوزید سایش بیفته روی دیوار میشه خرگوش و چشم چپ، که بهتون توضیح دادم قبلا تو جرس، کسی که سیدی ما رو دیدن. حالا واقعا این توی سایت جرس گذاشته شده، جرس جنبش راه سبز. بعد صرف این نبود، در مورد آیه کروبی همین نماد استفاده شد، شعار یا حسین میر حسین اینجا با یا مهدی شیخ مهدی، مثلا چه میدونه حالا لاوت مثلا برای خاتمه می‌خواستم یا محمد سید محمد برعکس. آره ببین متاسفانه نماد تکشش بسید، اما اینا یه چیزی ما یه سند خیلی قشنگ پیدا کردیم وحشتناک. بهتون این هدیه من به شما اینجوری بهتون بگم، کتابی چاپ شده سال 1384، سایه عقاب‌ها، طرح سری حمله آمریکا به ایران. خب این فیپای کتابو نگاه بکنید، نویسنده امیر رضا پرهلم زیاوری، متولد 1356، سایه عقاب‌ها، طرح سری حمله آمریکا به ایران، انتشارات عطایی. چه سالی چاپ شده؟ 1384. دارم آمار میدم، برو کتاب بخر، از این بهتر دیگه چی بگم دیگه، برو کتاب بخر. نکته جالب، بیاید فصل از این رو با هم دیگه یک صفحهشو بخونیم که اینجا پی دی اف شده برای شما گذاشت، فقط با من پیش بید. سناتور مککین به قول سناتور مککین 5 سال پیش، 1389، الان تازه 90 داره میرسه، خب 1384، 5 6 سال پیش، ببین چی میگه. جنبش بسیار قوی برای آزادی و دموکراسی در ایران وجود دارد که به طور وحشیانه سرکوب شده است. دانشجویان در آنجا بسیار باهوش و پیچیده هستند و بسیار فعال در اینترنت میباشند. من فکر میکنم ما باید یک پیام بفرستیم، فکر میکنم باید یک رادیو آزاد ایران داشته باشیم، فکر میکنم باید تلویزیون داشته باشیم، باید جنبش آزادی و استقلال را تشویق کنیم، اما من فکر نمیکنم که موجه باشد که ما از لحاظ نظامی دولت را سرنگون کنیم، چون نمیتوانید این حرف را میزنید. اینو من دارم میگم، اما ما مطمئنا میتوانیم آنها را تشویق و کمک کنیم. ما این کار را در گرجستان کردیم و آنها انقلاب گل سرخ را داشتن، و این کار را در اوکراین کردیم و آنها انقلاب نارنجی را داشتن. ببین سطر آخرش همین شوکه میشید، نارنجی را داشتن، شاید این انقلاب سبز باشد. 1384 مککین اینا گفته. خب بگذاریم، چون پرسیده بودی جواب دادم. شما این لپتاپ من نمی‌بینید چه خبره، کت جادویی هر چی بخواد توش هست. حالا بذار باشه، آره من دارم می‌بینم چه. با سلام، لطفاً در مورد آقای فلان و دکتر فلان و آقای فلان، اینا چون اینا اینا چون تا حالا دستگیر نشدن من اسمشو نمیتونم بگم. اون تاری هم که خونم چون دستگیر شده بود نمیتونم اسم ببرم. من شما هم بیاد من به همان من بهتون میگم. لطفاً بگویید چرا این تعداد زیاد از پیامبران برای قوم یهود فرستاده شدن؟ جواب سوال جلسه بعدی که برای آقا راشو نمیدین؟ خب سیدیشو بگید نگاه کن. بسم الله، شما گفتید به این دعا نویسا اعتماد، برنامه خوبی بذار بیان، گناه دارن بالا رو بهشون بده، تعداد زیادن. باش، شما گفتید به این دعا نویسا اعتماد نکنی، اما یکی از اقوام ما 7 سال نازا بود و به واسطه همین دعا نویسی صاحب فرزند شد. بندم عرض کردم میشه، اما یه درد که از شما دوا کنه 5 تا درد به جونت میندازن. شک نکنید، شک نکنید، چون به ذات دوست نداره نوکری کنه واسه انسان. وسیله شده، وسیله شده که شما بری به سمتش. خب اینجا فقط خدا مگه دست همچین کسایی رو بگیره؟ جدی عرض میکنم، ما در قفس یه شیر درنده‌ای رو باز کردی پریده بیرون، هیچ ضمانتی وجود نداره بتونی دوباره بکنیش تو قفس. سلام خدمت استاد رایفی، خواهش می‌کنم در ادامه مسائلی که در یک دانشگاه شهرستان که پیرامون موسیقی سخنرانی کردیدی در مورد ریورس کردن آهنگ‌ها پرسیدن، که اونجا تو در موردش صحبت کردیم دیگه. ریورسینگ یک صنعت علم، متأسفانه همین عرفان حلقه دست گذاشت رو ریورس کردن موسیقی، ما دست برداشتیم. به خاطر اینا اومدن یه ادعای میکنن، میگن همه صحبت‌های انسان‌ها رو الان برگردون بکنیم، متوجه میشی تو برگردونش حرف شیطانیه یا الهیه، به خاطر همه دیگه نفاقی وجود نداره، که این چرت و پرته. متوجه این؟ الان بیا حرف من رو برعکس بکنید، از تو حرف من میارن 4 تا کلمه شیطانی میذارن، میگه دیدی فلانی شیطان پرست فلان. میتونم با این کار بعضی از مسئولین نظام رو حتی درسته ما رو بدبین بکنن. پس اینا یک علم در موسیقی بیشتر از اینکه حالت اعجاز داشته باشه، نه، یک شیطنت بسیار پیچیده است. بهشون گفتم ریورسینگ میوزیک بهش میگن، که از اولین بار آهنگ هتل کالیفرنیا گروه ایگلز اینا، حالا شما که نمیدونید چیه، اما اگه یه موقع سوار تاکسی شدی داشت یه نفر براتون میذاشت هی کلمه ساچ لولی فیس رو تکرار میکنه، اونه. کتاب موجود است که با آیات قرآن، بله، دعاهایی رو مطرح کرده بر مبنای آیات قرآن فلان، مثل گنج‌های معنوی این چیزا، هیچ ایرادی نداره، مفاتی دعاش هیچ ایرادی نداره، اما این کتابی که شما گفتید قدیمیه من نمیدونم چه، تا نبینمش و در ذهن تخصصم تو این حوزه ندارم. برو پیش آیت الله، برو پیش روحانی مسجدتون بگو این چیه.
گونه‌ش هم گردن اون بنداز. با ما چیکار داری شما؟ با عرض سلام و عرض توفیق الهی، سالها در کلاس دکتر فلانی شرکت می‌کردم و الان ایشان را گرفتن. لو گرفتن لابد یه ریگی به کفشش بوده. و اگر نه تو مملکت ما تا کارت به استخون نرسه کسی نمیگیرن. حوصله ندارم واسه خودشون دردسر درست کنن. با عرض سلام، متأسفانه من اعتقاد شدیدی به تناسخ دارم که اونم جوابشون دادم. یا رب. اینا خوبه ها، یا رب ما اعتقاده، اما هیچی بسم الله الرحمن الرحیم نمیشه. میدونم شما ننوشتی بسم الله الرحمن الرحیم به خاطر اینکه ممکنه من کاغذا رو گم و گورشون کنم فلان. با عرض سلام و خداوند در صورت امکان تحلیل از اوضاع مس ارائه بفرمایید. خدمت شما عرض کنم بله، ما اگه سخنرانی که قبلیه بود در مورد اردن اینا اسم مصر هم آوردیم، اسم یمن هم آوردیم، اسم لیبی هم آوردیم، اسم الجزایر هم آوردیم. و جالبه حالا که میبینید این اتفاقات افتاده، بله واقعا دنیا به سمت یک منجی خواستن داره پیش میره، هیچی جواب نمیده. آقا مصری ها کاواره داشتن، همه چی داشتن، این ما ایرانی ها بیشترین کمک های نظامی رو دریافت میکردن از امریکا، مثل ما ایرانی ها. چی شد قاطی کردید شما؟ ها؟ برای چی قاطی کردید انقلاب کردید؟ نونتون کم بود، آبتون کم بود، دین نداشتی، دین میخواستی. به فاصله 30 سال بقیه مردم دنیا فهمیدن، 30 سال از ما عقبترن، به فاصله 30 سال. و امروز شما الگویی شدی که بتونی آقا میشه وایستاد اینها ایران بگو نمیشه. یا رفت میشه آجاهای گفت میشه با کفش نماز خون، گفت نه خیر نمیشه، گفت ما که خونیم به سلامش هم رسیدیم، میشه آقا اینا ایران میشه. یک عکسی از احمدی نژاد زده بود توی یکی از سایت های ترکیه به اسم حبریتی، خبر هفت کام، میتونید برید سایت رو ببینید. اگه بنویسید احمدی نژاد این خبر هفت بنویسید میاد، مطالبی که زیرنویس شده اونجا خیلی جالبه. عکس از احمدی نژاد که این دراز کشیده روی زمین خوابش برده یه جایی، بعد یه جا داره با روستایی ها مثلا اونم غذا میخوره فلان. ببینید مردم چی نوشتن توی اینجا. بعد جالبه اونا که آشا چشبره ما نیست، همه چی نویس زدن اونجا، کسی که به زبان آذری اصلا میتونه ترجمه کنن، سخت نیستش. خدمت شما یکی از دوستانم وردشین اصلا ترجمه کرده تو اینترنت هست، برید بخونید. 90-95% اینا میگن که بابا نگاه کنید ایران و فلان. یکی گفته نه ایران نمیتونه، جواب دادن برید امروز ببینید برد موشک‌های ایران تا کجاست، اما سلاح‌های ما ترکیه یا همه میدین اسرائیل، میدین امریکا، میدین یو اس آی. ایرانیا ببینید چه جوری رهبر، یعنی این اون رهبر از دیدگاه اونها یعنی مسئول حکومت ها، اینا کلمه رهبر دیده اینجوری. بابا یه موج رو انداختی شما، خود خبر نداری. برای چی باید مسئولین کشور شما محبوب ترین چهره ها در جهان اسلام باشن؟ آمار میگیره مؤسسه گالوب همیشه اول دوم توی همین ستای اولن. برای چی؟ عموم جهان اسلام که سنی ان، برادران اهل سنت ما، نه او با کاری نداره، برای که او دنبال عزت میگرده. ما جلسه بعدمون کاملا در مورد همین مسئله است و نقش مصر اونجا تبیین خواهد در باره مارک های مختلف و طرق انحراف از این راه. بله نه ما تفکر میاره، تفکر صاحب تفکر رو میاره، صاحب تفکرم که پاش واشه دیگه نمیتونی بنزیش بیرون. اول نمادش رو میفرسته، پشت سر این نماد تفکری قائم، تفکر که اومد خودش میاد، یعنی حضور فیزیکی هست. اول ساختمون میسازن توی مملکت مثل مجلس خودمون ها، هرمی شکل ساختن، 33 تا پنجره داره درسته؟ پشت سر آقای لاریجانی 7 شعاع نوره، شمدان افشاخه یهود. نباید میگفتم؟ عیب نمیگم. خدمت شما عرض بکنم برای چی؟ به خاطر اینکه زمانی که داریم مجلس ساخته میشه طرحش مال خارجی است، مال قبل انقلابه. زمانی که داریم ما پژوهشگرا داریم خاک میخوریم، کسی نمی سراغ ما بگه این طرح آقا میخوایم بسازیم. بیا من میدونی چیکارش میکردم؟ میگفتم یه تیکه تیراهن اضافه وردار، 33 تا پنجره رو بکن 66 تا، 2 تا 33 66 ابجد الله. بلد بودم درستش کنم. اومدی سراغ ما؟ نیومدی. الانم هرم نیست، منشوره. خب اینم که رفع شد. یکی از چراغا پشت سر لاریجانی خاموش میشه، 6 تا چراغ شمعدان افشاخه نیست. بیا من بگم خرج اینه با 5 میلیون کلشو جمع میکنی، کمتر 5 میلیون با 10 میلیون نمیان، چون ارزشی برای پژوهش قائل نیست کسی توی مملکت اصلا و ابدا. بعد جالبه میذارن یک چیز درست میکنن، بعد شما ماسمالی کردن، شما میگن خراب کردن. از اول بیا خرج بکن، مگه چقدر میخوای؟ شما داری ساختمون میسازی 100 میلیارد تومان قیمتش، 10 میلیون در کنار چیه؟ به حمد الله کارهای تونستیم انجام. اینقدر این ورور رفتیم سخنرانی کردیم، شورای شهر به قولی قانون تصویب کرد که ساختمان هرمی ساختش ممنوعه، این ساختمان برجش شاهنامه میدون آزاد میدون فردوسی نگاه کنید الان هرمشو داره تغییر شکل میده. بعد من اون روزی با معاون شورای شهر یه مناظری داشتم تلویزیون، بهش گفتم که الان قرار پخش بشه، این برنامه ضبطی بود، اونم انقدر سانسور منسور میکنه منم چی ازش در بیاد، مثل سریال اوشین دیگه، سریال اوشین این ژاپونیا. بعدش گفتم به خود ما بفروشید، عجب چیزی از این در آوردید، یه داستان کلا عوض شد، معلوم نیست چی از این در بیاره. بعد جالبه اومده تغییر داده، آیه بیادی گفتش که ما رفتیم به اینا چیز کردیم، به قولی سرزنششون کردیم، بهشون اولتیماتوم دادیم، بعد اونم ورداشه تغییر داده، داره هرم بدون سر درست میکنه، یعنی صاف ماسونیش داره میکنه قشنگ.
بله زیاد، خیلی خیلی نمادها خیلی زیاد شده متاسفانه. آره انشاءالله در راهپیمایی 22 بهمن قرار آبلیسک برای اولین بار در دنیا بعد از منار رمی جمرات که جمع شد آبلیسکی ساخته بشه و آتش داده بشه. این اتفاق خیلی خوبیه و قابل احترامه واقعا. آیا با تشکر از صحبت‌های زیبایتان علامت تعجب، یعنی نمیدونم زیبا بوده یا نبوده، احتمالا معنیش اینه دیگه. آیا میدانید فرادرمانی یا همان عرفان کیهانی گریبان دانش آموزان حتی راهنمایی را گرفته است؟ بله میدونم واقعا، افسوسم کاری از دستم بر نمیاد جز اینکه داد و بیداد را بنوزم. شما نگاه کنید خدا وکیلی، علی صوفیا داریم میگیم، علی یهودیا داریم میگیم، علی بهایا داریم میگیم، به یه تنه زدیم به تمام این خطا. اینا منو تو خیابون پیدا کردن تیکه پاره میکنه دیگه، از این کار چیکار باید انجام بدم؟ شما بگید ما اون کارو انجام بدیم. آموزش داریم میدیم به حمدالله، البته مسئله شایع شده، به فرد دیگه وابسته نیست، کسی هم تصادف کنه بیفته، نه که حسب فیزیکی بشه، مثلا آدمی زاده میفته، شما میفتید ما میمیریم. خدمت شما عرض بکنم چی، بازم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چون این جنبش مردمی شده. مردم تو مترو ولی اصل نماد شیطان پرستی میبینن، 48 ساعت بعد مجبور میشن جمعش کنن، نمیتونن جمع. اینقدر نامه و اس ام اس و فلان شورای شهر شهرداری رفته بود که بچه این مستند نامه زدن قالیباف 48 ساعت وقت داری جمعش کنی و اینا جمعش میکنیم، آخرم زدن جمعش کردن دیگه. ببینید این چون مردم آگاهی اومده تو بین مردم، لزومی نداره ما بریم به چرخیم همه شهر رو، یه جا بخواد یه اتفاقی بیفته مردم خودشون آگاه شه. اون اتفاق خوب است، منتها ممکنه مردم چون تخصص ندارن توهم توته بگیردشون، به تیربرقان بگن آبلیسک. نه نه، اینجاست که بیاید آقا ما سراغ ما بهتون میگیم نه، این مثلا اون اگه هرمی که بالا تیربرق گذاشته شده به خاطر اینکه برف روی تیربرق بمونه بتون رو میپکونه، این برای زمستون گذاشته شده، اینجا هیچ ارتباطی نداره. آقا مثلا میدون انقلاب برای چی ستاره 6 بر زده؟ من اصلا اینو بحث نمی کنم، تو وارد بحث با این بشی میری چی میشه؟ غلط ها اشتباه کرده. میگه نه ما قصدمون نبود، ما گل داشته میکشیدیم. من اصلا یه بحث خوشگل تر دارم، ببین اینجوری با اینا باید بحث کنم. بهش بگی اون روز تو شورای شهر هم همینو گفتم با این کار ندارم، کمپلت به من بگو با اون ستاره 6 برش هم کار ندارم، این چه ربطی به انقلاب داره اینجا؟ این که ساختید الان چه مثل تپه ساختن 4 تا گلمول روش کشیدن، گفتم کلا به من بگو این چه ربطی به انقلاب داره؟ جواب منو بده، اصلا با 6 بر و 7 بر و 8 بر و با هیچ چیز کار ندارم، به من بگو چرا. ساکت شد بنده خدا، گفتم دیدی مگه اون قبلی چی بود؟ عکس مجسمه امام خمینی بود بقیه داشتن انقلاب، چش بود مگه؟ یا نه میخوای نوترشو بسازی عیب نن، مترو ساختی زیرش ممکنه خراب بشه عیب نن، الان همون درست که اونو برده بذار اینجا، نه یکی مثل اون بساز. الان این یعنی چی؟ یکی به من بگه، ما بی سوادیم، نمیدونم، به خدا من بی سوادم، با گوگل ارث هم نشستم نگاه کردم، گفتم شاید برای فضایی ها یه طرح زدن، مثلا کسی که آسمون میرن با هواپیما نگاه کنه، برای مردم بغل که چیزی نیستش، ما که نفهمیدیم، کسی فهمیده بیاد به ما بگه، نمیدونم بالا. خب دیگه سوالم تموم شد، چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد؟ میسپرمتون به خدا.